وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه در هوای حرم. تلاش ما این هست که این ایام مبارک دعی ذوالحجه هوای حرم رو به این استودیو بیاریم با بحث‌ها و گفتگوهایی در موضوعات مختلف مرتبط به این ایام تقدیم حضورتون میکنیم و با کلیپ‌ها و خبرها و میان برنامه‌های مختلفی که در این مدت دو ساعت در حضورتون تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که میدونید تو این برنامه میتونید با ما در ارتباط باشید با یک شماره واتساپ و تلگرامی که دوستان در اتاق فرمان زیرنویس خواهند کرد در طول برنامه، اما در ساعاتی از برنامه هم شماره تلفن ها، این همین شماره‌ای که زحمت کشیدن دوستان، خیلی متشکرم، زیرنویس کردن، اما در ساعاتی از برنامه تایم هایی رو هم قرار میدیم که یه وقت یه ربع 20 دقیقه‌ای که بتونید که تلفنی هم اگر دوست داشتید با ما مشارکت بکنید، تماستون رو و صدای گرمتون رو مستقیما بشنویم. امشب برای این برنامه خواهش کردیم از دو تن از کارشناسان برنامه، استاد هاشمی و استاد حسینی، که زحمت کشیدن و قبول زحمت کردن و به این برنامه اومدن. خیلی خیلی خوش آمدید. استاد هاشمی اگر شروع بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. ما بعد، من خدمت شما آقای محمودی و خدمت آقای حسینی و تمامی بینندگان شبکه جهانی نور عرض ادب و احترام دارم و از خداوند خواهم که به ما توفیق بده در این ایام نهایت استفاده رو از شبها و روزای این ایام پرفیض و پربرکت ببریم و در طاعت و بندگی خداوند به سر ببریم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فقط من یادآوری کنم به ارزش و اهمیت این ده روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که عمل صالح در این ایام در درگاه خداوند بسیار با ارزش تر، بسیار محبوب تر از کارهای شایسته و صالح و خوب در سایر ایام سال هست. حتی ارزش اون اعمال صالح از ارزش اون در رمضان، در روزهای رمضان، حتی اون ده روز آخر رمضان، روزش نشبش برتر هست. فقط اینو یادآوری، به عنوان یادآور میگیم که از این ایام باقی مونده به نوع احسن استفاده ببریم. اصلا یکی از اهداف این برنامه همین است که این ده روز رو یادآوری بکنیم و تلاش بکنیم که ازش بهره لازم رو ببریم با عبادت ها، با ذکر ها. با امروز هم دوشنبه بود، مطمئنا خیلی از بینندگان روزه بودن. آرزوی قبولی داریم این روزه رو و انشالله که این روزه گرفتن در این ایام بسیار مبارک است، چه برسه به اینکه روز دوشنبه باشه و از سنن رسول الله علیه الصلاه و السلام. خب برمیگردیم به ما هر شب در مورد یکی از شعائر الله، یکی از مشخصه های حج به طور تفصیل صحبت میکنیم. امشب میخوایم در مورد قربانی صحبت بکنیم اگه موافق باشید، و اینکه شما در بیشتر ادیان وقتی نگاه میکنید این موضوع قربانی و خون دادن و به یه شکلی در ادیان مختلف، حالا از زرتشت و بودایی و دین‌های مختلف شرکی در واقع در دنیا یک به یک گونه‌ای، حتی در یونان ها، در دوران یا در ادیانی که در یونان بوده و خدایان یونان، باز هم این قضیه‌ای که یک خون داده بشه و خونی برای قربانی خدایانشون بکنن، این وجود داشته. یعنی یک سمبل موجود در همه ادیان هست. اما این قضیه در اسلام یه شکل دیگه ای میگیره، یک در واقع در ادیان توحیدی یک فرم دیگه ای میگیره که ظاهرا اینجور که حالا اطلاعات بنده هست، حالا توضیحات دقیق تر استاد هاشمی خواهند داد، از حضرت ابراهیم این در واقع شکل میگیره، این سنت ابراهیمی در واقع و منتقل میشه به ادیان الهی، درسته؟ بله. اگه در مورد این توضیح بفرمایید و دقیقش رو متشکرم. بسم الله، الحمدلله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله. ما بعد، خداوند در قرآن کریم می فرمایند که ولکل امت جعلنا منسکا
لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام. خداوند در هر امتی این عبادت رو قرار داده، عبادت ذبح کردن و تقرب جستن به خداوند از طریق ریختن خون. کم کم این مسئله خلاصه در بعضی از ادیان و بعضی از فرقه ها راه خلاف رو گرفتند و به خدایان دروغین خود تقرب می جستن برای پیشکش کردن این قربانی. حالا در بعضی ملت ها حتی در چین می اومدن دختر باکره رو سرش می بریدن و خون اون رو می خوردن و گوشت اون رو توزیع می کردن بین فقرا، و این رسمشون بود به اینکه باعث طول عمر انسان هم میشه. فکر کنم اخیراً هم یعنی چند سال پیش، بله چند سال پیش هم به این امر در سال 2009 باز تکرار شد که دیگه دولت چین ممنوع کرد این امر رو. این مسائل در بسیاری از ادیان هست، در بین فراعنه، در بین فنیقیین، در بین ملت هند، هندوها که پیشکش میکردن به خدای خودشون براهما، و حتی در مصر قدیم زمانی که مصر فتح شد توسط حضرت عمر و توسط عمرو بن العاص، میبینیم یکی از عادتشون این بود که اگر رود نیل آبش کم میشد، رسمشون بود که دختری رو سر ببرن و در رود نیل بیندازن تا اینکه به حساب خودشون خدایان راضی بشن و دوباره پر از آب بشه. که عمرو بن العاص نامه نوشت به حضرت عمر و حضرت عمر او رو مثلا من کرد و نامه نوشت و به حضرت برای عمرو بن العاص فرستاد که در اون نامه نوشته بود که تو که ای رود نیل، اگر تو به امر خداوند جاری هستی پس جاری باش، و گفت که در رود نیل بیندازید، که دیگه رود نیل جریان پیدا کرد و این رسم و این عادت از بین رفت. تا به حساب این مسائل ادامه داشته، حتی تقرب جستن به حالا الهان دروغین و حتی به جن و شیاطین، یعنی رسم بود که تقرب می جستن و حیوانات رو ذبح می کردن برای تقرب جستن به جن و شیاطین یا خود رو حفظ کردن از شرور جن و شیاطین. که خداوند در قرآن هم ذکر کرده و کانوا رجالا من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. یعنی وقتی که عده‌ای از مردم عبور میکردن از صحراها و دشتهایی که طولانی بود، اونا به حساب عقیدهشون این بود که اینجا یک رئیسی داره، یک به حساب مالکی داره که بزرگشون هست و ما باید برای خود رو حفظ کردن از شر این شیاطین و جنها قربانی بدیم، یه چیزی پیشکش بکنیم تا اینکه از شر اونها حفظ بشیم. ولی بالعکس میشد، جنها بیشتر رضایت میکردن و خداوند به این امر اشاره کرده در قرآن کریم. تا اینکه زمان حضرت ابراهیم رسید که اون واقعه عظیم و اون خواب پیامبر ابراهیم که در خواب دید که داره فرزندش حضرت اسماعیل رو ذبح میکنه، که به طور تفصیل خداوند ذکر این واقعه رو در قرآن ذکر کرده و حضرت ابراهیم برای پسرش بازگو میکنه که من در خواب دیدم که تو رو ذبح میکنم. و حضرت اسماعیل نگاه کنید که ایمان چقدر وقتی که یقین در دل انسان است. حضرت اسماعیل جواب میده به پدرش که اون امری که از جانب خداست انجام بده و حالا مهر پدری باعث نشه که تو از امر الهی سرپیچی بکنی. تا اینکه وقتی که تسلیم امر خدا شد و تله للجبین و ناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، که از جانب الهی ندا اومد که ابراهیم تو خوابت رو واقعا انجام دادی و تصدیق نمودی. و فديناه بذبح عظيم، و فديناه بذبح عظيم، و خداوند از آسمان قوچی بزرگ برای فدیه حضرت اسماعیل فرستاد. و این امر به حساب باعث برچیده شدن این مراسمی که در بین ادیان رواج پیدا کرده بود و
باعث شده بود که یک نوع عبادت به حساب بیارن برای خدایان دروغین خودشون، این امر باعث شد که دیگه باعث برچیده شدن این عادات بد و این عادات نادرست شد و همچنین برای قربانی کردن برای جن و شیاطین که این باطل و به امر خدا دستور داده شد که دیگه فقط برای خداوند باید انسان ذبح بکنه و قربانی بکنه و یکی از عبادات بزرگ و عظیم و بسیار با اجر هست که در اسلام بر اون تاکید شده و این یک نوع سنت ابراهیمی است که سالانه در مراسم حج تکرار میشه و الان ما ببینیم که به خاطر همینه که قربانی، مسئله قربانی با مسئله حج مرتبط هست، به خاطر که زمانی که حضرت ابراهیم هم این امر به دستور بهش داده شده بود در موسم حج بود که این امر رو تکرار به حساب این امر شد و این در اسلام و این داستان دیگه خلاصه سنتی شد که اسلام اون رو زنده کرد و به این نحوه امر شده که قربانی بشه و تقرب جستن به درگاه خداوند که با قربانی انسان تقرب به جوه بهترین عبادت هست. آقای استاد حسینی، این چرا این انتخاب شده؟ چرا حکمتش رو به دنبال حکمتش هستم؟ اینی که یکی از عادت‌هایی که در سنن قدیم بوده به شکلی هم انسان چندشش میشه که یک انسان رو مثلا سر ببرن یا خونی ریخته بشه برای یک خدای دروغین، بعد همین مسئله منتقل میشه به ادیان توحیدی، یعنی خود قربانی کردن و خون ریختن نشانه اصلا کلن، چون با قتل نزدیکه، با کشتن نزدیک است، کمی با شاید با فطرت انسان خیلی نزدیکی نداشته باشه به نظر اینجوری میاد، یا حداقل خیلی ها معترض هستن به این قضیه، یا خیلی ها کشته میشدن توی همون مثلا تو هندوها، توی بودایی‌ها، توی ادیان مختلف، بعد همین مسئله تبدیل میشه به یکی از سنن الهی و در ادیان الهی منتقل میشه. فکر میکنید حکمتش چیست که از این عنصر استفاده میشه، یکی از شعائر الله میشه؟ بله، ما در بحث قربانی وقتی نگاه میکنیم تمام ادیان، حالا چون هایی که منحرف هستن، چون هایی که هنوز بر جاده توحید هستن، اسلام بحث تقرب جستن به الله هست. یعنی کاری است که مورد رضای خداست، در این کار بندگی است، خدا به اون دستور داده قربانی که اون گونه که خدا میخواد. وقتی به شریعت نگاه میکنیم، به اسلام نگاه، به قرآن نگاه میکنیم، میبینیم که اصلا اساس دین و گفتمان قرآن بر دو چیز هست کلن. یکی احسان در بندگی برای خداست که شما اونو در نماز میبینید. نمونه مظهر اون چیه؟ نماز هست که بهترین اظهار بندگی برای الله هست. احسان در بندگی در حقیقت نمای اون، تجلی اون در کجاست؟ در نماز هست. اساس دوم احسان به بندگان خداست. نماد اون چیه؟ زکات دادن، صدقه دادن و این قربانی دادن، خوبی کردن با بندگان خدا. یعنی ما احسان در بندگی برای الله داریم، احسان به بندگان الله داریم. این کل گفتمان دینه. شما هر دین آسمانی نگاه کنید از این دوتا خارج نیست. ارتباط ما با خدا، ارتباط ما با بنده خدا. خدا از ما چگونه خواسته که با او ارتباط برقرار کنیم؟ از ما خواسته چگونه بندگان خدا ارتباط برقرار کنیم؟ حالا در قربانی چرا میگیم که مورد رضای خداست؟ زیرا احسان داریم به بندگان خدا میکنیم، به اون کسانی که فقرا، فقیر هستند، نیازمند هستند. خداوند میخواد که مخلوقش محترم باشه. انسان به عنوان اشرف مخلوقات هست، همه چیزو برای خدمت او آفریده. برای اینکه کرامت انسانی حفظ بشود، خداوند چقدر این دستورات داده که احسان به بندگان بشود. شخصیتش محفوظ مونده، گفته غیبت نکنید، گفته حتی حق ربا خوردن نداری. که چرا ربا؟ زیرا که از نیازی که داره تو سوء استفاده میکنی. این سوء استفاده کردن باعث میشه که شخصیت اون شخص، کرامتش پایمال بشود. ریختن خون او حرام هست.
فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله که سباب المسلم فسوق، بهش توهین کنی فسق هست، بهش توهین کنی میگه فسق هست. بالاخره انسان به عنوان یک مخلوقی است که خداوند اونو اشرف مخلوقات قرارش داده. خب اشرف مخلوقات بایست این کرامتش حفظ بشود. حفظ کرامت در اینجا در این قسمت ما میبینیم که در بحث قربانی وقتی میاد و خداوند اونو مورد تأکید قرار داده، برای این است که اون نیازی که انسان داره، نیازی که فقرا دارن، توسط برادران دیگه، توسط اونهایی که نیاز دارن برآورده بشود. ما در قرآن البته زیاد داریم، حتی بحث ازدواج که میاد خدا امر کرده به کسانی که نیازمند هستن اسباب ازدواج کسانی که توان ندارند برآورده کنند، برای اونها رو به ازدواج در بیارند. و انکحوا الایاما منکم و صالحین من عبادکم و امائکم. بس هدف در حقیقت به طور کلی مسئله حفظ کرامت انسان هست که این انسان بایست شخصیتش محفوظ بماند. خداوند نگاه کنید حتی به بندگان خودش، حتی اونی که بهش شرک می‌ورزد، اونی که ملحد هست، وجود خدا را انکار میکنه، اما در رحمت ربوبیتش بر روی همه باز هست. رحمت ربوبیتش رزق و روزیش از هیچ کس بر نمی‌داره. من و شما اگه کسی بهمون بدی کرد ازش رو گردانی میکنیم، اگه بهش خوبی میکردیم دیگه دست بر میداریم، میگم من بهش خوبی میکنم، من اهانت میکنه. اما الله سبحانه و تعالی اصلا در ربوبیتش برای هیچ کس نمیبنده، هیچ کس از رزق روزی خودش محروم نمیکنه. اونی که ملحد هست، اونی که فاسق و فاجر هست، اونی که مؤمن هست، در ربوبیت برای همه باز هست. بدین خاطر خداوند هم ما میبینیم که محبوب ترین افراد در درگاه او کسی است که به مردم بیشتر خیر برسوند. در حدیث هم انفعهم للناس، انفعكم للناس، کسی که بیشتر به مردم نفع برسونه این در درگاه خدا محبوبتر هست، بهتر هست. پس میشه گفت که اسلام یا حضرت ابراهیم یا دین توحیدی یا به دستور باری تعالی قضیه قربانی به شکلی پالایش داده میشه، یعنی تبدیل میشه به انفاق، ضمن اینکه هیچ انسانی کشته نمیشه یا هیچ خونی به ناحق ریخته نمیشه، کاری میشه که به سمتی میره که به نفع جامعه مستضعف اون وقت هم قرار میگیره. درسته اینجوری بله. میشه گفت برای این تصحیح این قضیه که انسان قربانی میکردن، قرآن ادیان آسان و آن جنگیدن. بله. ابراهیم علیه السلام چرا خداوند در ابتدا در خواب به اون نشان داد که بهش امر کرد که فرزند خودتو قربانی کن؟ الان یک عمل دینی است. امت‌های دیگه حتی اونهایی که قبلا انجام میدادن، انسان‌ها رو قربانی میکردن به اسم یک دین، دیانتی، تقرب جستن به خدا و خدایان انسان را ذبح میکردن. ابراهیم علیه السلام از طرف خداوند این مأموریت رو پیدا میکنه که اعلان کند که خداوند دستور نمیدهد که انسان را ذبح کنید. برای تقرب جستن به الله قرآن انسان را ذبح نکنید، انسان مخلوق مکرم است، شما حیوانات را ذبح کنید که نفع اون به خود انسان ها هم میرسد. پس ابراهیم علیه السلام این کار را انجام میده برای ابطال باطل کردن این عادتی بود که انسان را تقربا الی الله قربانی میکردن. این هدف در بضاف اهداف اهل حکمتایی که دیگه هست، مسئله تسلیم شدن بندگی ابراهیم علیه السلام هست، اما هدفی که باید در اینجا مسئله قربانی بدن در قرار داد، باطل کردن اون اعتقاداتی بود که به اسم دین بود، به اسم خدا بود، تقرب الی الله بود، که انسان رو ذبح می‌کردن. گفت نه، این کارو نکنید، گوسفند رو قربانی کنید لله که نفع اون بندگان خدا برسد. اما عملاً قربانی کردن به در جایگاه خودش با پالایش که اتفاق میفته قرار میگیره و میشه جزء شعائر الله. بله. حالا اینجا یک مسئله دیگری چرا همین رو خواستم بگم. بله. اینجا چون اونها ادیان قبل از اسلام اعتقاد داشتن که الهان و خدایانشون از این گوشت ها و از این خون ها استفاده میبرن و اونها خوشحال میشن با این تقرب، در حالی که خداوند در قرآن به این مسئله شما میفرماید که لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن یناله التقوى منکم. مسئله که اینجا خیلی مهمه اینه که خداوند از این گوشت ها و این خون ها هیچ استفاده ای نمیبره و
مسئله تقوا و خداترسی انسانه، که این انسان چگونه تابع دستورات دین میشه، چگونه تابع امر خدا میشه. آیا این انسانی که خداوند بهش امر میکنه، آیا اون امر الهی رو همان گونه که هست اجرا میکنه یا نه؟ و این مسئله ای که حالا ابطال این امر توسط حضرت ابراهیم و خواب دیدن و اینها اینه که حالا چرا خواب دید حضرت ابراهیم که فرزندش رو ذبح میکنه و ذبح میکنه و این مسئله اتفاق افتاد و خداوند این گونه این مسئله رو پیش آورد و بعد قربانی فرستاد و این مسئله برای باطل کردن اون چیزی که در ذهن مردم این اتفاق افتاده بود که باید حتما قربانی از انسان باشه و انسان باید قربانی بشه. و چرا این مسئله خلاصه عملی شد و حضرت ابراهیم چاقو گذاشت و به حساب اون عمل ذبح رو انجام داد و چاقو عمل نکرد و خداوند اون قربانی رو فرستاد؟ برای اینکه به مردم این عمل یقیناً باشه که بدونن که بله این امر به امر الهی بوده و سستی نبوده. و حالا اگر این امر اتفاق نیفتاده بود، ممکنه مردم تأویل میکردن که بله این یک مسئله آیات رو تأویل میکردن، مثل بعضی از آیات که مردم اون رو تأویل میکنن. پس اینجا هیچ جایی شکی برای تأویل گذاشتن و تحریف کردن دیگه وجود نداره. و همینه که چنان که استادم فرمودن، یکی از مسائلی که خیلی مهمه نفرسیدن به مردم هست اینجا، و این یک تقوای الهی نشون میده. و یکی که انسانی که ثروتمنده، ثروت داره، با این عملش به هم نوع خودش که فقیره داره کمک میرسونه. و اطعم القانع والمعتر در آیه باز ذکر شده که وقتی که این قربانی شما کردید، به انسانی که محتاجه، به فقیر و اون کسی که خلاصه تو خونش نشسته. حالا قانع بعضی میگن اهل مکه هستن، بعضی میگن نه، اون کسانی که فقیر هستن، و معتر اون کسیه که به دنبال توست و انتظار داره که تو از گوشتون قربانی بهش بدید. بله، به همین خاطر هم میرسه به جایگاه قربانی به حدی میرسه که الان اگر کسی برای یه نفر دیگه قربانی بکنه میشه شرک. دقیقا این سجده کردن، این طواف کردن، ولی خیلی ها اینو نمیدونن. یعنی تا این حد جایگاه قربانی کردن مرتفع میشه در واقع در شاعر الله اسلام یا قرآن. بگیم که قضیه قربانی را به تفصیل از زوایای مختلف، از جوانب مختلف مورد بررسی قرار داده. حتی جایی که تو اونجا میگه حتما نام خدا برش ببرید، اون چیزی که نام خدا بر اون برده نشده نخورید، اون چیزی که اوهل لغیر الله بهی، نام غیر خدا بر اون برده شده نخورید، اون چیزی که در جایگاه های مخصوص برای عبادتگاه ها، در جایی که به حساب بتخانه هست اونجا ذبح کردید حق خوردن ندارید. اما دو به حالا نصب خیلی تاکید کرده در این قضایا از زوایای مختلف. خیلی جالب از انسان وقت نگاه میکنه، بحث تقوا هست، در حج هست، مسئله شکار در هنگام احرام هست، حق داری حق نداری، شکاری که توسط پرندگان وحشی یا به وسیله سگها رخ میدهد، بعد بحث ذبح علی النصب هست، گفتن در بتخانه ها جایی که هست در به خاطر کسی دیگه داره ذبح میشود، هلل لغیر الله، اسم غیر خدا برده میشود یا اسم خدا برده نمیشود، برای جن و شیاطین قربانی میشود، برای قبر، برای نظر فلان انسان هست. همه اینها جالب هست که قرآن به تفصیل اومده این قضیه رو مورد بحث و بررسی قرار داده. یعنی یک عادت شرکالود ادیان قدیمی با پالایش تبدیل میشه به یک سمبل توحید. همین گونه با نگاه کردن، با همین که میفرمایید که از بدیهاش در واقع زده میشه تا یک به یه عنصر چیز تبدیل بشه. چون قربانی خیلی چیز در تاریخ با تاریخ بشریت یک ارتباط عجیبی داره. یعنی این در فطرت انسان ها هست که برای تقرب الی الله این کار انجام میدادن. حتی ما که در سرگذشت فرزندان آدم نگاه کنیم، یکی از آرایی که هست اینه که وقتی قربا قربانن، گفته شده که اون قربانی که تقدیم کرد، حالا یکی از اقوال هست، یکی از آرا هست که از یکی قبول میشه، از دیگری قبول نمیشه، و بحث تقوا میاد در اونجا. انما یتقبل الله من المتقین، یعنی بهترین اومد تقدیم کرد.
یعنی تقرب جستن با خدا، به خدا بود در اونجا با بهترینی که داره. اون یکی با بهترین اومد، اون یکی با چیزی بی ارزشی تقدیم کرد. پس از اون زمان حضرت آدم علیه السلام بحث تقرب جستن به الله سبحانه و تعالی، مثلا کلمه قربانی هم از همین تقرب گرفته میشه. اصلش بله، قربانی همون تقرب جستن هست که بحث. ما داریم به خدا تقرب میجویم با چیزی که خدا دوست داره. چرا دوست داره؟ چون درش نفع برای بندگان هست، چون نفعی در اون برای بندگان هست و خدا هم به اون جهت داده، همونطور که مرتب شما اشاره میکنید به این قضیه، به اون جهت میده که در چه جهت انسان قربانی کنه، برای کی باشه و برای چه کسانی هم داده بشود. خیلی متشکرم. اگه موافق باشید یه ما جز این چند شب همیشه یه سری میزنیم به در واقع به مراسم حج، یک تیکه هایی که ویدیو کلیپ هایی که انتخاب شده از صحنه های از حج رو آماده میکنن دوستان، اونو با هم میبینیم. امشب ظاهرا صحنه های از احسان به والدین در حج و حالا ببینیم چی انتخاب شده، میبینیم بعد برمیگردیم ادامه بحث. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضى ربك ألا تعبدوا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا الحمد. چقدر تأثیرگذار بود این صحنه من و چقدر آدم من به شخصی یاد این افتادم که نمیتونیم خدمتگذار پدر و مادرمون باشیم اونجوری که باید باشه. شرایط متاسفانه جوری هست که گاه خیلی ها رو کم لطفی و نداشتن در واقع درک نکردن این عظمت این قضیه، مهم بودن این قضیه، و گاه هم از رو عجز و ناتوانی، و گاه هم خیلی هستن که پدر و مادرشون در این دنیا نیستند. این دیدن صحنه‌های اینچنینی و خدماتی که این گونه از حس در واقع منتقل میشه بسیار ارزشمنده، و امیدوارم که هم به خودم توصیه میکنم که و هم به بینندگان عزیز که ارزش و قدر پدر و مادراتون رو بدونید تا زمانی که زنده هستند و تمام توانتون رو برای خدمت بهشون بگذارید.
تعلیقتون رو بر این صحنه است. حقیقتا این مسئله احسان به پدر و مادر از دیدگاه اسلام بسیار با اهمیت هست، چون وجود انسان بعد از فضل الهی وابسته به پدر و مادر هست، که انسان بعد از خداوند توسط پدر و مادر هست که به این کره خاکی پا می نهد و به دنیا میاد، و این پدر و مادر هستند که این فرزندان رو با خون دل و خون جگر بزرگ می کنند. این مسئله در زمان حضرت، در زمان عبدالله ابن عمر هم یکی از افراد مادرش رو بر دوش داشت و اونو طواف میداد. به عبدالله ابن عمر میگه آیا من با این عملم، یعنی تونستم خدمات مادرم رو پاسخگو باشم؟ نکنید بزرگان ما چقدر، یعنی دیدشون چگونه بوده نسبت به پدر و مادر. عبدالله ابن عمر میگه که نه، این کاری که تو کردی خیال نکن با این کار داری پاسخگوی مهربانی ها و خوبی های مادر رو میدی، این کار تو حتی یک فریاد زایمان هم نمیتونه جبران بکن، یک فریاد زایمان رو نمیتونه جبران بکنه. امروزه به قول ما ببینیم که خیلی از فرزندان با بیمهری و بیلطفی یا اینکه ترجیح دادن زن بر پدر و مادر، ببینیم خیلی بیوفایی میکنن در حق پدر و مادر و آنها رو به گوشه ای از خانه سالمندان میندازن و حتی سالها به زیارت اونها هم نمیرند، سراغی هم از اونها نمیگیرند. حقیقتش این امر خیلی بسیار زجرآوره که یک مادر یا یک پدر اینگونه از فرزندش بیوفایی ببینه. ما ببینیم در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم این حادثه اتفاق افتاد، زمانی که یکی در سکرات مرگ بود و داشت جانش رو از دست میداد، ولی خب این امر اتفاق نمی افتاد و سکراتش خیلی طول کشید. امر رو به رسول خدا صلی الله علیه و سلم بازگو کردن و رسول الله فرمودند که آیا بازمانده کسی داره؟ گفتن بله، مادر پیری داره. رفتن مادرش آوردن، گفتن که این پسر تو در سکراته و جان نمیده، چی موضوع چیه؟ میگه حقیقتش رسول خدا این فرزند من زنش رو بر من ترجیح داده و مرا رها کرده و به من بیمهری و بیلطفی کرده و من ازش راضی نیستم. رسول الله دستور میدن که، میگه خال ازش راضی بودم، میگه راضی نیستم، دلم قبول نمیکنه. رسول الله دستور میدن که هیزومی جمع بکنن و آتشی روشن بکنن و میگه که حالا اگر راضی نیستی باید فرزندت رو در آتش بندازیم تا بسوزه. اینجاست که دل مادر، مهر مادری به جوش میاد و رسول الله میفرماد که اگر تو راضی ازش نشی، فردای قیامت در آتش جهنم خواهد سوخت. اونجاست که مادر قلبا راضی میشه و در آن اون شخص به حساب سکرات موتش راحت میشه و از دنیا میره. حالا این مسئله رو من اشاره کردم تا اینکه بینندگان و حتی خودم به قولن سعی کنیم اونایی که پدر و مادرشون زنده هستن به اونها خوبی کنن، نیکی کنن و از هر کاری دریغ نکنن و حتی با پدر و مادر خودشون با زیبایی سخن بگوین. هرگز صدای خود رو روی پدر و مادر بلند نکنن. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. علما میگن که اف، یعنی حتی کلمه تعفف که بگه اف اف، این هم حداقل چیز انسان نگه، این حرف رو نگه. خیلی متشکر. یک موضوعی که تو موضوع قربانی اتفاق میفته و خیلی بی ربط نیست با این ارتباط پدر و فرزندی، قربانی ابراهیم بر علیه اسماعیل هست که اسماعیل انتخاب میشه برای که سرش بریده بشه. توافقی که اینجا اسماعیل و در واقع اطاعتی که اسماعیل از دستور پروردگار میکنه در مقابل پدر، بله، این من فکر میکنم
اوج اطاعت هست، ضمن اینکه اطاعت از الله درش هست، اطاعت در از پدر هم درش هست. بله. و چون بحث ما امروز قربانی است، من فکر میکنم میشه از این به اون اطاعت رسید، اون اطاعتی که شما خداوند همواره اطاعت از پدر و مادر رو در حد اطاعت از الله قرار میده در بله. در زمین قرآن دو صحنه از ابوالانبیا ابراهیم علیه السلام که خداوند اون را او را الگو و اسوه برای ما قرار داده، این جعلک للناس اماما، دو صحنه زیبا بیان داشته، یه جایی که در مقام پدری است، یه جایی در مقام پسری. مقام پسری زمانی که با پدر صحبت میکنه، دعوتش میده به دین با لطف با ادب، یا ابدی همش این گونه، یا ابد ای پدرم، با ادب تمام، در حالی که پدرش وقتی که عصبانی میشه ابراهیم میگه که ابراهیم دست از این کار بردار، اگه دست برنده لارجمن نکه سنگسارت میکنم و جرنی ملیا از من دور شو. ولی ابراهیم چی میگه؟ سلام علیک، استغفر لك ربی. در با تمام تفاوتی که بلاز عقیدتی با پدرش داره این گونه برخورد میکنه و قرآن هم به ما این توصیه کرده که حتی اگر پدر و مادر مشرک باشن با او به خوبی رفتار کن. اگه تو را دستور دادن که برای خدا شریک قرار بگیر، در این قضیه ازشون اطاعت نکن. اما با این حال مشرک بودن اونها نبایستی مانعی باشد از این که به اونها احسان کنید، با اونها با خوبی رفتار کنید. این یک قضیه هست. قضیه دوم که همون مسئله اسماعیل علیه السلام هست، میاد بار دیگه پدر با لطف تمام، فرزندش هست، جگرگوشش هست، پای پیری این فرزند داره، به او کمک کرده در ساختن کعبه. الان میگه که یا بنیه، ای فرزندم، چقدر با لطف و محبت اینو میگه که ای فرزندم. جواب اسماعیل علیه السلام هم خیلی زیباست، با ادب تمام میگه که یا ابتی، ای پدرم، این کار رو انجام بده. کمال ایمان، کمال بردباری، کمال احترام برای پدر، بدون این که مناقشه کنه با پدرش. بابا امکان داره خوابت اشتباه باشه، امکان داره بابا شیطان باشه، غلام باشه، چرا میخوای منو بگوشی؟ نه یا ابت افعل ما تؤمر. تسلیم محض هست، بندگی برای خدا داره، تسلیم کامل هست. این صحنه های زیبایی که خداوند در این قضیه ابراهیم علیه السلام برای ما ذکر کرده، در حقیقت الگو باید باشد ابراهیم برای ما در زندگیمون، در بحث احترام گذاشتن به پدر و مادر به هر نحوی که هست، و همچنین در احترام فرزندان. قضیه دیگری که دائما قرآن چرا هی میگه که به پدر و مادر، در کلیپ که پخش شد این آیه بود که و بالوالدین احسانا، چرا به پدر و مادر همیشه سفارش شده که احسان کنی، اما سفارش نشده که به فرزندان احسان کنی؟ چون اصلا در سرشت انسان هست که به اون که کوچک اصلا هست، پدر این کارو میکنه، حتی اگر برای فرزندش از وجود خودش مادر میزنه، از پدر از وجود خودش میزنه، از خوابش، از صحتش، تندرستیش، خودش نمیخوره، سختی ها میکشه، درد بچهش براش درد هست. ولی وقتی که انسان پیر شد، ده فرزندش اون درد پدر رو نداره، اون احساسی که پدرش قبلا در موردش داشت الان دیگه نداره، این احساس در مورد فرزندش داره. بدین خاطر خداوند دائما به ما سفارش میکنه این نسلی که قبلا بودند اونو فراموش نکنید، بنا خوبی کنید. چون واقعا الان محبتی که انسان به فرزند میکنه یه محبت غریزی فطری است. الان با پدر مادر یک محبتی باید اساس ایمان باشه، نه فقط اون مسئله، چون این محبتی که هست حتی خداوند در میان حیوانات هم قرار داده، اما محبتی که بر اساس ایمان هست، احترام به شخصیت هاست، احترام به مادر، این دیگه از شخصیت خود انسان هست، از ایمانش هست، از دیدش به قضایی هست. بله، خیلی متشکرم. خب شماره تلفن هم همونطور که قول دادیم تو این وقت زیرنویس شد، اگر که تماس میخواید بگیرید و صدای گرمتون رو، تعلیقاتون رو بر برنامه و سوالی داشته باشید میتونید بفرمایید. تعدادی از سوال واتساپی هم هست که به موقعش صحبت میکنیم در موردش پاسخ میدیم. یک مسئله ای که ما در این برنامه هر شب داریم، نگاهی داریم به تاریخ، در واقع تاریخ حج. امشب موضوع پرده کعبه و در واقع
لباس خانه کعبه رو میخواییم به لحاظ تاریخی بررسی بکنیم. مستندی است آماده شده اما ظاهراً تماس داریم. خب تلفن‌ها رو میگیریم بعد این میان برنامه رو هم خواهیم دید. آقای نصیر احمد از قرقیزستان. آقای نصیر احمد عرض سلام دارم خدمتتون. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم. تشکر، سلام باشین، بخیر. اگرچه موضوع حج است، ما یک سوال داشتم، میده خواستم از خود مدرک کنم. بفرمایید. انکاح خادر است سنت، درست است؟ انکاح؟ نکاح سنت است، درست است؟ بله، نکاح سنت است، بله. من خواستم زمانی که حضرت بابای آدم علیه السلام و بی بی هوا بله بروی زمین آمدن، حق نکاح دینمی ها به کدام چی بسته شد؟ برشان پروردگار حق در نکاحشان چی داد؟ ما شاهد نبودیم. خیلی سوال سختی. با چجوری آخه نه دوربین بوده اونجا نه اطلاعاتی که حالا خودمون حضور داشتیم. کسی رو زمین نبوده. سعی میکنیم، آره هیچ کس رو زمین نبوده. البته اون موقع احتمالاً سنت نبوده. الان جز احکام سنن الهی است که در واقع رسول الله علیه السلام بهش دستور دادن. ولی با این حال خیلی متشکرم، لطف کردید. همین که اعتماد دارید، همین که سوالی که به ذهنتون اومده یکی از گزینه‌ها شبکه نور بوده که تماس بگیرید و بپرسید، این جای تشکر و احترام بنده رو پذیرا باشید. خیلی ممنونم از تماستون. خیلی ممنونم. تشکر، بخیر باشین. سلامت باشید. سلامت باشید. آقای رضایی از اصفهان. ارسلام دارم آقای رضایی. سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید. سلام علیکم آقای محمودی. علیکم السلام و رحمت الله. و بر جناب آقای استاد حسینی. علیکم السلام. آقای هاشمی، درست آقای هاشمی هم بله 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 سلام. بفرمایید. آقای محمودی، در خدمت شما. آقای محمودی، من واقعا به کار به مجریگری شما واقعا احترام میگذارم. خیلی ماشاءالله کارکشته و سلامت باشید. خیلی مسلط ماشاءالله. سلامت باشید. برنامه رو میبرید جلو و توفیق الهیه. توفیق الهی اگر کاری داشت انجام بدم. بفرمایید، در خدمتتون هستم. و ما به نعمت ربک فحدث. محضر شما بگم که شما حدیث کنید، خود شما حدیث نمیکنید، ما میگیم مشکان است که خود بگوید، نه اون که از تار بگوید. شما اگر نمیبوید بره. تار بکنیم، لطف شماست. اگر بفرمایید سوالتون رو خیلی متشکر میشم، چون بیننده پشته. خواهش میکنم. شما آقای محمود، در مورد من همیشه بی‌حوصلگی میکنید. من تا میام نه بی‌حوصلگی نیست، به خدا، به خاطر اینکه به من میگن بیننده پشت خط است، نمیخوام رنجیده خاطر نشن از ما. بفرمایید. بله استاد، ما جناب آقای حسینی در مورد حضرت ابراهیم علیه السلام و پدرشون فرمودن که یا عبت را به چیز به خطاب پدرشون آذر اتتقض و اسنامن. من آیه 41 در سوره ابراهیم میفرماد حضرت ابراهیم علیه السلام، رب نغفرلی ولی والدی ولی مؤمنین ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب، برای این مشرک طلب آمرزش میکند. جای دیگه میفرماد وقفر لعبی انهو کان من الصالحین. ظالین انهو من الظالین. وقفر لعبی انهو کان من الظالین. انهو کان من الظالین. این آیه اینجوری است. بفرمایید. بله اون من از درسته، درسته. من عینک هم نبود درسته. این آیه قبلا نوشته بودم من از ظالین. ولی اینجا برای پدرش طلب مغفرت میکنه، برای پدر مادرش. بله. خدای عالم به خاتم الانبیا میفرماد که و تقلب کف ساجدین، من تو را در اسلاب اهل سجده قرار دارم، حضرت آدم. و خدای عالم میفرماید ان الشرک لظلم عظیم و لا ینال عهد الظالمین، عهد ما به ظالمین نمیرسد. با این اشاراتی که من داشتم، چطور میتونه پدر حضرت ابراهیم مشرک باشد؟ با اینکه خدای عالم به پیامبر خطاب میکنه که تو را ما در اسلاب اهل سجده قرار داریم و تقلب کف ساجدین. خیلی متشکرم آقای محمودی. خواهش میکنم پاسختون. ممنونم متشکرم از اعتمادتون به این برنامه و به این شبکه. امیدوارم که پاسختون هم که بگیرید و راضی از این شبکه باشید. بیننده دیگه پشت خط است. آقای حامد از ایران. گوشم کر شد آقای اتاق فرمان. آقای حامد از ایران. بله ارسلام دارم خدمتون آقای حامد. سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض دارم و کامل هم من دارم. این مستند همیشه باز پیداری پخش امروز هم
عمد باز هم در ذکر این که از این بماند در خود موضوع برسومه گفت ما تاریخ حج رو از این پر بگیم چجوری میشه تاریخ حج رو بگیم ولی از کشته های دو سال قبل نگیم آره اینم هست اینم درست حق با شماست حق با شماست حالا در تاریخ‌های بعدی امشب در مورد پرده کعبه می‌خوایم بگیم ببخشید دیگه شما بزرگواری خودتون ببخشید خدا نگهدارت خب تلفن دیگه ای داریم خب این بخش با همین تلفن‌ها تموم میشه سوال آقای رضایی رو من پاسخش از شما می‌خوام شنیدید یا من توضیح بله آقای رضایی خیلی آیاتو به هم میپیچونه نمی چی داری میبافد خب سوال براشون پیش میاد اولا تقلب که فی ساجدین آقای رضایی این بحث تقلب در اصلاب و اجداد رسول الله که نیست انه یراک حین تقوم و تقلب که فی ساجدین انه هو السمیع العلیم بحث عبادت و بندگی رسول الله میگه که ما تو از چشم ما غافل نیستی تو رو میبینیم وقتی که بلند میشید برای نماز سجده میکنی دعوت میدی غافل نیستیم از تو تا از چشم ما غافل نیستی و اینکه به عیون اینا تا در چشم ما هستی این یک قضیه دوم مسئله مشرک بودن با مسئله پاکی اخلاقی تناقض نداره امکان خیلی انسان ها مشرک باشن اما اخلاق پاک داره اهل فسق و فجور نیست فقط در عقیده دچار اشکال شده آقای رضایی دقت کنید به سوره مبارکه در ممتحنه وقتی میخونیم که خداوند ابراهیم را برای ما اسوه قرار دادن میفرماید ابراهیم کان امتن قانت لله در سوره ممتحنه اون که میگه که ابراهیم برای شما اسوه هست الگو هست ابراهیم و کسانی که همراه او بودند اسوه هستند اذ قال لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء میگه در این قول ابراهیم که به پدرش و قومش گفتن که گفتیم که برای شما ابراهیم اسوه هستند در این قضیه نه بحث استغفار اینجا دیگه اسوه نیست چرا ابراهیم اینو گفته بود؟ این زمانی بود که قبل از این که برای او دیگه واضح و آشکار بشه که این دیگه به هیچ صراطی مستقیم نمیاد. فلما تبین و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهیم لأواه حلیم. یعنی یه مرحله اینجوری هم داریم ما وقتی گفت که ربنا اغفر لی ولی والدیه ولی اون زمانی بود که هنوز در شرکش بود بهش هم وعده داد و امید به اصلاحش بوده امیدش داد در همون زمانی که گفت که وهجرنی ملیا ابراهیم گفت که سلام علیک استغفر لک ربی برای تو در درگاه خداوند طلب مغفرت میکنه دعا میکرد که خدایا پدرمو هدایت بده که گمراه است خب قرآن داره میگه اغفر لابی نو کان من الضالین شما نمیتونید بگید که چرا قرآن اینو گفته که خب مشرک بوده دیگه بعد بت میپرستیده آذر اذ قال ابراهیم لابیه آذر اتتخذ اصناما آلهه انی اراک و قومک فی ضلال مبین سوره انعام میخونیم وقتی که دیگه براش آشکار شد خدا میگه که در سوره توبه میخونیم آخر جزء آخرین سوره است که در عهد مدنی هم نازل شده میگه پیامبر و مؤمنان حق ندارند برای کسانی که بر شرک مرده اند طلب مغفرت کنند حتی اگه خویشاوندانشون باشه بعد میگه که علت استغفار ابراهیم چی بوده؟ امیدوار بود که ایمان بیاره وعده بهش داده بود استغفر لك ربی فلما تبین له انه عدو لله تبرأ من وقتی که دیگه براش کامل آشکار شد که این دیگه اهل هدایت نیست نمیاد داره عناد میکنه تبرأ من اعلان براءت میکنه از اون تموم شد خب پس پاسخ رو گرفتید آقای رضایی امیدوارم که کافی و وافی بود در واقع توضیحات استاد حسینی متشکرم استاد حسینی اگر که موافق باشید این تاریخ کعبه رو امشب در مورد پرده خانه کعبه است میبینیم و بعد برمیگردیم به استدیو نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم قرار داده شد همان است که در سرزمین مکه است که پربرکت و مایه هدایت جهانیان است
این خانه با عظمت زیباترین و با شکوه‌ترین پیراهن‌ها را بر تن می‌کند، با آیات کلام الله مجید مزین می‌گردد و با زیباترین و بهترین خط‌های دنیا تزیین‌کاری می‌شود. با دستان هنرمند محلی که هنرشان را در خدمت بیت الله قرار داده اند، این جامعه سال یک بار آراسته و تزیین کاری می شه. طراحی و تولید پرده کعبه چندین مرحله را پشت سر می گذارد. مرحله رنگامیزی. در این مرحله بهترین پارچه های ابریشمین طبیعی خالص دنیا در اختیار بخش رنگامیزی قرار داده می شود. مرحله بافت خودکار. این بخش به پوشش بیرونی پرده کعبه اختصاص داده شده که در ساخت آن از سیستم ماشینی ژاکارد استفاده می شود که حاوی عبارات و آیات قرآنی نسخه برداری شده است. سپس نوبت به مرحله طراحی می رسد که شامل آماده سازی اولیه نخهای پود است. سپس نخهای پود با طول مشخص و به تعداد مورد نیاز در همین ماشین به دور چرخهای خاصی که به آنها ماسوره گفته می شود پیچیده می شود تا با به حرکت در آمدن در میان نخهای تار پارچه تولید شود. اما پارچه ساده ای که آیات قرآنی بر روی آن سوزندوزی شده در بخش بیرونی پرده قرار داده می شود. سپس این پارچه ها به بخش چاپ فرستاده می شود تا اینکه آیات قرآنی و تزیینات و نقوش بر روی آنها چاپ شود. مرحله بافت دستی. در این بخش ارتباط نزدیکی میان قسمت دست بافت و ماشینی برای تولید پارچه تولید شده که به رنگ سبز یا مشکی است وجود دارد. این کار با دقت و حوصله فراوان انجام می گیرد که نتیجه آن تولید شاهکاری در هنر نساجی بوده که همگان را به شگفتی وامی دارد. مرحله بخش چاپ. در این بخش ابتدا دستگاه بافندگی آماده به کار می شود. این دستگاه شامل دو قسمت چوبی مشابه هم است که روبروی هم قرار می گیرند. کمربند، پرده مجاور درب کعبه و سایر تزیینات بر روی ابریشم سیاه رنگ چاپ می شود. کار چاپ توسط کلیشه های مخصوص انجام می گیرد. آماده کردن کلیشه ها نیازمند تلاش و مهارت فراوان است. مرحله تزیین کاری. این مرحله در واقع مهمترین مرحله از مراحل ساخت پرده کعبه است که باعث می شود پرده کعبه متمایز از سایر پرده ها گردد. در این مرحله پرده کعبه با نخهای طلا و نقره تزیین کاری می گردد. مرحله خیاطی پرده. در این بخش پارچه پرده کعبه با استفاده از ماشین ژاکارد تولید می شود که هر تاقه پارچه 10 سانتی متر عرض و 14 متر طول دارد. دوخت پارچه توسط چرخ خیاطی های اتوماتیک انجام می گیرد و دستانی هنرمند بدون احساس خستگی و با مهارتی مثال زدنی که شاهکاری خیره کننده را خلق می کنند بر روی آن کار می کنند که در نهایت با به پایان رسیدن تولید پرده شکوه خاصی از طراحی، تزیین کاری و زیبایی خط عربی برای همگان به نمایش در می آید. بله، چقدر سختی می کشن برای اینکه این پرده هر زمان تغییر میکنه. ظاهرا در دوران تاریخیش، حالا من یه جا مطالعه میکردم، رنگاش هم متفاوت بوده تو یک دوره از زمان. چیز درسته؟ بله، زرد بوده، سفید بوده فکر کنم، سبز بوده، یا نمیدونم، دوران سلجوقی من شنیدم زرد بوده، چیزی که من خوندم. چرا رنگ خاصی به اون صورت نداشته در زمان قدیم؟ از پارچه بوده یا از چرم بوده و رنگ‌های مختلف بوده و حتی پوشش کعبه ممکنه چندین پوشش رو هم قرار میدادن تا دوران اموی فکر کنم. بل. این عادت بوده که پردار رو هم قرار میده، بعد دیگه بخاطر دیگه کم کم حالا در پوشاندن لباس کعبه، حالا روایت درستی نیست که حالا بعضی میگن حضرت ابراهیم بوده یا اسماعیل بوده، روایت صحیح نیست، ولی
از زمان حالا قصی ابن کلاب که جلد چهارم پیامبر باشه، وقتی که امر به او رسید، از اونجا بود که امر کسوه کعبه تنظیمی داده شد و به طور مرتب بود. ولی خب قبل از اون ممکنه پوشش هایی بوده، رنگ های مختلفی بوده و حتی در روایت اومده که اولین کسی که اولین پادشاهی که در زمان جاهلیت خانه خدا رو پوشش داده توبه حمیری است که پادشاه یمن بوده، که در زمان جاهلیت وقتی میاد و از کعبه دیدن میکنه و زیارت میکنه، اونجا دستور میده که خانه کعبه رو لباس بپوشانند. در تاریخ اومده و در زمان جاهلیت باز در قریش روایت اومده که اولین زنی که نیت کرده که خانه خدا رو بپوشانه نتیله بنت جناب بوده که زن عبدالمطلب بوده که مادر عباس بوده. زمانی که عباس گم میشه نذر میکنه که اگر فرزندم پیدا شد من خودم به تنهایی خانه خدا رو پرده میسازم و لباس میپوشونم، که بعد از اینکه عباس پیدا شد خلاصه نتیله این امر رو اجرا کرد و اولین زنی بوده در تاریخ که خانه خدا رو لباس پوشانده. اما مسئله لباس کعبه به قول هم از قصی ابن کلاب به صورت تنظیم بوده و منظم بوده که قبایل رو جمع میکنه و هر قبیله و هر شخصی رو به اندازه توان و استطاعتش امر میکنه که مشارکت داشته باشه. اصلا کلا ظاهرا کنترل حرم و چرخوندنش و ساختن خونه خدا و این اتفاقاتی که میافتاده چون یه در واقع تنظیم میخواد، آره یک نه چون نظم میخواد، چون یه چیز داره، یک احترامی داره این خانه و چون جزء در واقع افتخارات کرم میدونند، افتخار خودشون میدونند که این کارو بکنن، تلاش مشترکی برای این کار انجام میشه توی بخشای مختلف. مثلا همین که خونه خدا الان اون چیزی که ساخته میشه اون هجر اسماعیل و اینکه نمیتونن بسازن دوباره بزرگتر، یعنی در واقع اونجایی که خراب میشه و مجددا میخوان بسازنش، فقط به خاطر اینکه دیگه مشارکتی نمیتونستن بیشتر از این هزینه بکنن اون تیکر رو نمیسازن. مشارکت حلال دقیقاً پاک. مشارکت پاک نمیتونستن بکنن اون تیکه اضافه میمونه دیگه و بعدن جدا میشه از و الان هم جزی از خانه خداست که ساخته نمیشه بعدا. در حقیقت کعبه در بین عرب و مردم از احترام خاصی قائل بوده، در بین ادیان شاید کل ادیان ما چون داریم که حتی حضرت موسی علیه السلام اومدن برای حج عمره، یونس و صالح و هود علیهم السلام اومدن، چون اونا بعد از ابراهیم علیه السلام بودن، این چیزی که مسلم هست. همیشه این احترام این در ذهنشون بوده که جایگار داشتن اینجا، بله، که هر کس به هر اندازه خودش به هر رنگی هم در کشاره شد حتی با پارچه یا با پوست لخره یه چیزی بر کعبه رو آویزان میکردن به رنگهای مختلف. و جالب بود که قریش عادت داشت، اونطور که در روایت ام المؤمنین عایشه داریم در صحیح بخاری هست، در روز عاشورا لباس کعبه رو عوض میکردن. در عاشورا، در روز عاشورا، ما الان داریم در روز عرفه 9 ذی‌الحجه الان دیگه لباس رو عوض میکنن. در طول تاریخ حتی اومده که در خود زمان رسول الله صلی الله علیه و آله لباس کعبه رو عوض کردن، همچنین حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان. در زمان حضرت علی موفق نشد چون درگیری ها بود، بعد عبدالله بن زبیر، بعد در زمان حجاج ابن حجاج ابن یوسف ثقفی، بعد میاد پادشاهان اموی که بودن، بعد عباسی ها میاد در زمان، حتی به جای رسید که میومدن با رنگ های مختلف، هیچ رنگ سیاه هنوز نیست، رنگ سبز هست، حریر سبز هست، حریر سفید هست، قرمز هست، زرد هست، رنگ های مختلف بر اساس اون توان و اون امکاناتی که اون موقع داشتن. بله، هر وقت و کار به حکومت هم نداشت، حتی بعد میگن مردم مشارکت داشتن و یک فکر خاصی در مورد لباسش هم نبود، پارچه آویزان میکردن به خاطر اینکه سنگیست، ظاهر سنگ. زیباتری ظاهر بسن. ظاهر زیباتری تا اینکه در سال 600 و قرن هفتم هست، خلیفه عباسی وقتی میاد رنگ سیاه رو انتخاب میکنه، از اون وقتی مونده رنگ سیاه.
الان که دیگه خیلی خیلی حرفه‌ای روش کار میشه، کارخونه خاص هست و خیلی الان بله، چون یه زمانی از مدتی بعد حتی فاطمی ها به خاطر اعتباری که برای خودشون قائل بشن لباس کعبه رو مدتی تامین میکردن. بعد خب حکام مصر تا قبل از اینکه حکومت سعودی بیاد از مصر تامین میشده دیگه، خود زمانی که عثمانی ها بودن که مشخص هست عثمانی ها خود این کارها رو انجام میدادن، بعد سعودی بن عبدالعزیز هم این کار رو انجام میده و الان که دیگه شما میبینید که یک کارخونه مفصلی مصنعی است که یک سال کامل روش کار میکنن بر روی کسوه کعبه و جالب است حتی اون زمان هم کسوه کعبه رو توزیع میکردن. یه مدتی که اومد پیش مولونه عایشه رضی الله عنها گفت که ما این لباس کعبه که میگیریم دفن میکنیم تا کسی ازش استفاده نکنه، مثلا زنی که در دایره ماهیان است استفاده نکنه. مولونه عایشه فرمود که خیلی بدکاری میکنید، بفروشید خرج فقیر و فقرا کنید، بعدم بگو هر کی میخواد بپوشه، چه ممنوعیتی داره؟ الان هم مثلا وقتی نگاه کنید همین تکای کعبه، لباسای کعبه هدیه میدن به سران کشورها، به کشورها، به دولت ها هدیه میدن. چیزی که گرانبها الان حریر هست و در طلا هم استفاده برده میشود. این در حقیقت پوشاندن کعبه به این صورت از تعظیم شاعر الله میاد. ولی یه اتفاق بعدی که داریم تو این تبرک خیلی، یعنی خیلی ها فکر میکنن که چون حالا پرده خانه خداست باید مثلا بهش برکت ازش گرفت، نمیدونم تبرک جست ازش، نمیدونم این سمت و سو گرفتن دیگه کاملا مسیر رو عوض میکنه، مثل که انسان اصلا به دنبال این است که این مسیر شرکالود رو در واقع طی بکنه. بله کلن الان حالا بعضی از حجاج وقتی میرن پارچه میبرن به خانه کعبه میکشن یا دست میکشن به سر صورت میکشن، حتی اینا روایت نیست از رسول الله که به در مثلا به دیوار رکن یمانی هست و حجر الاسود هست که انسان دست میکشه میبوسه و اینا، ولی سایر چیزهای دیگر که به دیوار کعبه دست بکشی به عنوان تبرک اینا، یعنی وارد نشده که بگیم متبرک هست که شفا میده یا چیز میده، نه. و اون چه که چنان که حضرت عمر میگه به حجر الاسود میگه من میبینم تو سنگ بیشتر نیستی، ولی چون دیدم رسول خدا تو رو بوسیده من تو رو میبوسم، وگرنه تو نفعی نمیرسونی، فایده هم نمیرسونی. این تاکید بر اینکه نباید این گونه بهش نگاه کرد در واقع موضوع. به همین خاطر هم از فکر کنم تو ایام حج این قسمت پایینیش رو بالاتر میبرن که در واقع این اتفاق نیفته ظاهرا. سوالهایی رو با واتساپ هم دوستان فرستادن، اگه اجازه فرمایید به احترام این سوالها پاسخهایی رو هم بشنویم. دوستی پرسیدن که سلام به شما و مهمانان عزیزتون، من پیش خیلی ها که از حج برگشتن در روزهای اولش رفتم یه حرفایی میزنن که آدم گریهش میگیره، فکر میکنه این انسان دیگه هیچ وقت از خدا دور نمیشه و کاری غیر از خود رضای خدا انجام نمیده. بعد از مدتی همون شخص عوض میشه و مثل اول. خیلی ها دیدم اینجوری شدن، جریان چیه به نظر شما؟ چگونه میتوانیم همان حالتایی که تازه از حج برگشتیم رو حفظ کنیم و حج مبرور داشته باشیم؟ در حقیقت تجدید ایمان همیشه مد نظر دین هست، همیشه باید انسان، چرا دائما میگه ذکر خدا کنید، روزهای سنت دائم هست، صدقه دادن هست، قرآن خوندن هست، نماز 5 روز ما در فرض شده، میشد که در یه روز یه بار هم بیشتر نماز نخونیم، اما چرا؟ باید تجدید عهدها بشه، نمازهای سنت داریم، همه اینها میخواد که انسان رو حفظ کنه. در حدیث هم داریم که رسول فرمود که تابعوا بین الحج والعمره، تجدید عهد همیشه با این سرزمین مقدس بشود، متابعه کنید، پشت سر هم برید به حج، به عمره. این کار سبب هم بخشش گناه میشه، هم فقر رو از بین میبرد و همین که این رفتن و حج عمره که خیلی سخته برای همه. بله. این امکان پذیر در صورتی مثلا که میشه، یعنی در صورتی کسانی که اونجا هستن. نه چرا خیلی ها فراموش میکنن که رفتن حج، این دیگه شدن اون اوائل درسته پوزشو میدن، ببخشید من این جمله رسیدم، خیلی تلاش میکنن که یک حاجی با تمام محسنات لازم باشه، اما بعد مدتی این بر میگرده این عادت، چون اساس اون احساسات بوده. داره با احساساتش تقوای الهی نیست، نه این که میاد واقعا رفته اونجا. چون وقتی بحث حج هست خدا فرمونده که لیشهدوا منافع لهم، یک منفعت هایی هست برای حج، هر کس به اون همتش، توانش، نیتش، هدفش از اون منافعی که در اینجا هست استفاده برده، هر کس از زن خود شد یار من. بله خب فراموشی هم خیلی تأثیر داره. فراموشی؟ بله، انسان این مسائل رو فراموش میکنه.
در قرآن الهاکم و تکاثر، حتی یعنی فوزونی طلبی، دنبال دنیا رفتن، اینا باعث میشه که انسان این امر رو کم کم فراموش بکنه، به دست فراموشی بسپاره و به حساب توسع در دنیا، به دنبال ملذات دنیا، اینا باعث میشه که اون امر کم کم به یاد فراموشی بسپاره. درستش همینه که استاد حسینی هم اشاره کردید به درستی، که بعد از حج آدم با تکثر در عبادات سعی کنه اون جایگاهی رو که به دست آورده بعد از رفتن به حج رو تقویت خودش رو اینو حفظ نگه بداره. مثلا ما رمضان داریم، بعد 6 روز شوال داریم، بعد در طول هفته 2 روزش داریم، طول در ماه 3 روز داریم، بعد میاد ذوالحجه میاد، بعد محرم میاد، برده تاکید شده، یعنی دائما همه اعمال داره تکرار میشه که تو رو حفظ کنه، یه آپ تو دیت میشیم در واقع. یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل علی رسوله والکتاب الذی انزل من قبل. ای کسانی که ایمان آوردید، به الله ایمان بیاورید، به قرآن ایمان بیاورید، به پیامبر ایمان بیاورید. بسیار عالی. یکی از دوستان پرسیدن که سلام علیکم و رحمت الله، یه سوال داشتم از نظر ثواب و پاداش، بین حج تمتع و حج عمره تفاوتی هست؟ آیا با انجام هر کدام از انواع حج دیگری وجوبش برداشته میشه؟ با تشکر فراوان از شما و اساتید محترم. بله، اصل حج تمتع همون حج عمره است، که حج ما حج سه نوع داره. نه اینجا حج سه نوع داریم. اولا حج تمتع، حج افراد و حج قران یا قارن. حج تمتع اینه که انسان وقتی که به احرام میره و به میقات میره، اول لباس احرام که میشه نیت عمره میکنه و به سرزمین حرم که رسید و به کعبه که رسید، اونجا اعمال عمره رو انجام میده. اول طواف میکنه 7 بار و سعی بین صفا و مروه میکنه و بعد موهاشو کوتاه میکنه و از احرام میاد بیرون تا روز 8 ذیحجه، که از اونجا از محل سکونتش احرام به حج میبندد. اینو بهش میگن حج تمتع. خب پس تفاوتی بین این دوتا نیست در واقع، یکیه. خب دوست عزیزم پاسخشون امیدوارم که گرفته باشن دیگه. عرضم به حضورتون که سوال بعدی، دوستی پرسیدن که آیا کسی که به جای کسی دیگر به حج میره، آیا فقط ثواب حجش برای اون شخصه یا شامل خودش هم میشه که جای یک نفر دیگه رفته به حج؟ اگر اصلا این درست هست اول بعد حج بدل در صورت اجازه که خودش قبلا حج کرده باشه، حج فرض رو به جای آورده باشه، حالا وقتی که انجام میده همه شریک میشه در اجر. وقتی رسول الله فرمان که کسی که روزداری را افطار بدهد، غذا بدهد، اجر روزدار خواهد برد بدون اینکه اجر اون هیچ کدام کم بشه. میدیم الدال علی الخير میگه کفایلیک، تو وقتی که جای نیاز به خیر هست، یکی رو معرفی میکنم میگه اینجا نیازمند هست، شما هم در این اجر شریک هستید. پس شما هم دارید در آن زحمت میکنید، واقعا حضور نیت داشته باشید، اخلاص داشته باشید، بدون هیچ گونه شک و تردیدی که یوم ولادت امهی میشید، گناه شما بخشیده میشه، اجر و پاداش خواهید داشت. خب امیدوارم پاسخشون گرفته باشن. سوال پایانی نوشتن که ببخشید، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ببخشید آیا برای اینکه مردم از کسب برکت نگیرن، خب گفتید بردن بالا این اقدامی کردن، میشه شکل کعبه رو تغییر داد و که این اتفاق نیفته اصلا؟ این نظر این دوست عزیز است که یعنی از چگونه تغییر داد شکل کعبه که نمیشه تغییر داد، چون اینا زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم ما میبینیم که کعبه چندین بار دستخوش تغییرات شد و آخرین باری که کعبه سیل اومد و کعبه خراب شد، خلاصه با مال حلال پول جمع کردن و کعبه را بازسازی کردن و اون قسمتی که هجر اسماعیل نامیده میشه در اصل جزو قواعد ابراهیمی است، یعنی جزو خانه کعبه بوده، بله جزو خانه کعبه است، ولی چون پول کم آوردند، پول حلال، بله پول حلال کم آوردند، خونه کعبه را به حساب کوچکتر ساختن. و زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه رو فتح میکنه، به حضرت عایشه میگه که اگر این نبود که قوم و طایفه تو عهد یعنی در اسلام جدید هستن و تازه مسلمان شدن، من خانه کعبه رو خراب میکردم و بر قواعد ابراهیمی دوباره اون رو میساختم.
پس این دلالت برای اینه که کعبه بازیچه نیست که انسان بخواد تغییری بهش بده. بعد اساس هم داره بکنم اساسش بله. اساسش برمیگه رکن یمانی و حجر الاسود جزو قواعد ابراهیمی است و به همین خاطر که سنته که در رکن یمانی دست بکشه و حجر الاسود انسان میبوسه، ولی در اون دو قسمت چون بر قواعد ابراهیم نیست و اون حجر اسماعیل هم به صورت یک نیم داره کشیدن، طواف کردن باید خارج از حجر اسماعیل باشه. اگر در بین اون فاصله بخوای طواف بکنی، طواف انسان درست نمیشه. خیلی متشکر. اصلا میشه شرک رو اینگونه دور کرد؟ یعنی هی تغییر توی این بدیم، تغییر توی اون بدیم و مردم رو از این اعمال شرکالو در واقع چیز بکنیم؟ خداوند فرمودن که وطهر بیت للطائفین و اذا عهدنا الى ابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا. اصلا هدف از ساختن کعبه عدم شرک است که برای خدا شریک قرار ندیم، نه اینکه در خود کعبه ما هم بیام شرک بورزیم. اصلا کعبه هدفش این بوده ساخته شده، پس خانه ایست که برای توحید درست شده، خانه ایست که برای هدایت جهانیان هست، خانه ایست که مبارک هست، پربرکت هست، خانه ایست که محل امنیت هست، مکان امن و امان است. خب این به دستور خدا ساخته شده این گونه. حالا یکی بیاد این کارها رو انجام بده، آیا معناش اینه که دیگه باید کعبه را برداشت؟ در حالی که هیچ کس، ما آیا شنیدی کسی بگی که لبیک یا کعبه؟ همه گیم لبیک اللهم لبیک. من به دستور خدا اومدم اینجا رو انجام میدم. حالا میبینیم اما لبیک یا حسین و لبیک خب اینو متاسفانه اشتباه هست، غلط هست، ولی لبیکی که ما حتی اینا نمیگن لبیک یا کعبه، میگن لبیک حسین، لبیک زینب، لبیک فلان، اما لبیک یا کعبه نه کسی نمیگه، چون همه میدونن که این ساخته شده، این درست شده. الان پارچه کعبه، لباس کعبه، خب یک سال داره روش کار میکنن، مواد خامو میارن، یک مراحلی میگذره تا به این صورت میاد. بعد روز عرفی مان وگرنه در واقع سنگ و چوب و سیمانه، چیز دیگه ای نیست. بله. خیلی متشکر. ما یکی از بخش‌ها خبرهای حج هست که دوستان زحمت میکشن آماده میکنن، اگر که موافق باشید بله خبرهای حج رو، خبرهای حج امروز که فکر کنم گفتن فقط یک خبر بوده ظاهرا تونستن برای امروز تهیه بکنن، با هم میبینیم بعد برمیگردیم به اتاق فرمان. سعودی، شمار حجاج امسال به بیش از 1,700,000 زائر رسید. دولت سعودی امروز دوشنبه 28 آگوست 2017 اعلام کرد شمار زائران خانه خدا که تاکنون به این کشور رسیدند به 1,705,181 زائر رسید. طبق گزارش مسئولان اداره حج کشور سعودی، تعداد زائران خانه خدا که امسال برای ادای مناسک حج به این کشور سفر کردند 30% از آمار سال گذشته بیشتر است. در همین حال مقامات سعودی از آمادگی کامل این کشور در همه زمینه‌ها برای پذیرایی از زائران خانه خدا و ارائه خدمات لازم به آنها خبر دادند. فرمانده نیروهای حفاظت از امنیت حج به خبرگزاری‌ها گفت برای ارائه بهتر خدمت در مراسم امسال یک تیم مجرب زنانه را به کار گرفتیم. کارکنان این تیم علاوه بر ارائه خدمات درمانی و غیره قادرند با 6 زبان مختلف صحبت کنند تا از این طریق بتوانند با شمار زیادی از زنان زائر خانه خدا ارتباط برقرار کنند. بله خبرها رو دیدیم، البته یک خبر همونطور که به منم اعلام کرده بودن، جمعیت به هر حال داره ظاهرا افزایش پیدا میکنه، خدمات هم داره طبعه اون تغییراتی میکنه اینجور که توی این خبر هم گفتن. برمیگردیم به اون مبحث در واقع اصلی برنامه امروزمون، موضوع میزگرد امروز در هوای حرم و اونم موضوع قربانی هست. یه اتفاقی که الان میفته متاسفانه اینه که ما توی مراسم های مختلف، نمیدونم تو عروسی تو یه نفر از حج برمیگرده، تو یه اتفاقات نمیدونم یه نفر یه ماشین جدیدی میخره قربانی میکنه، این قربانی کردن آیا میتونه همون جایگاه قربانی کردن در حج داشته باشه یا آیا میتونه جز شعائر الله باشه؟ چه باید بکنیم برای این قضیه و آیا یا اصلا امکان نداره همچین اتفاق؟ بله
اشکالی نیست هر عملی که قربتاً الله باشه، حالا برگشتن از سفر یا ازدواج کردن یا خریدن منزل یا خریدن ماشین، به پاس این نعمتی که خداوند به انسان داده، وقتی که انسان شکرگزاری بکنه و برای خداوند قربانی بده یا تقرب بجوید به الله و چیزی رو قربانی بکنه و به فقرا بده، اجر و ثواب داره. یعنی اون چی که مهمه نیت انسانه، که انسان نیتش باید برای خداوند باشه، خالصانه برای خداوند باشه، تا اینکه اون عملی که انسان انجام میده مورد قبول درگاه خداوند واقع بشه. اشکالی در اون نیست که انسان به شکرانه، این عمل، حالا فرزند بخورن، حالا مثلا فرزند نوی که میاد، فرزندی که گیر میاد، سنتی که انسان حقیقه بکنه، حالا ماشینی که انسان میخره، خونه ای که میخره، یا ازدواجی صورت میگیره، اشکالی در اون نیست که انسان قربتن الله حیوانی رو سر ببره، اشکالی در اون نیست. آیا حسینی کی ممکنه اشکال درش بشه؟ بیاد میگن اشکالی درش نیست. بله، زمانی که اولا که لم یذکر اسم الله علیه، بر اون نام خدا برده نشود. پس باید رو این نکات دقت بکنیم برای بله، این اشکال ایجاد نشه. و ما اوهل بهی لغیر الله، نام غیر خدا هم بر اون برده شود، نه ذبح میکنه و نام غیر خدا میبره، به خاطر فلانی داره ذبح میکنه، فلان پیر فلان امام فلان فلان. اینجاست که دیگه میشه از جمله چیزهایی که خدا فرموده که این دیگه حرام هست، نبایستی استفاده کرد. این به علت اینی که قربانی جایگاهش متفاوت، جایگاه خیلی جالب متفاوت داره. حتی اون چیزی که تو خودت میخوای بخوری، وقتی بهش اومدی یک جنبه دینی اعتقادی دادی و کسی را شریک خدا قرار دادی، قربانی اصلی که فرمودن که این نعمت خداست، ذکر خدا بران کنید، لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمه الانعام، ذکر خدا باید بران شود، از خدا اون آفریده، حالا با یاد خدا بگید بسم الله، با نام خدا من دارم اینو ذکر میکنم برای استفاده خودت. اما از وقتی اومدی جنبه اعتقادی بهش دادی، یکی را شریک خدا قرار ده در این قضیه، گفتی نظر امام حسین است مثلا، نظر کردی برای امام حسین، ذبح هم میکنه، این میشه حرام. یکی دیگه جایگاه الله، خلاص اون حضرت حسین جای الله سبحانه وتعالی قرار دادی. حتی اگر اون موضوع نمیدونم برای نزدیک یعنی در واقع یکی از بزرگان دین رو انتخاب کردیم به خاطر اینکه بله خداوند بله. چون این در جامعه ما الان رواج داره، وقتی قربانی بشه برای فلان پیر فلان قبر، فرق نمیکنه قبر مثلا شیخ عبدالقادر جیلانی باشه، شیخ بدوی باشه، آقا این درست نیست، چون برای غیر خدا ذبح شده. قرآن هم فرموده که اون چیزی هم که خود به خود مرده هم ازش نخورید، میته هست. مشرکین مجادله میکردن، میگفتن نگاه کنید چیزی که خدا کشته میگه نخورید، اما چیزی که ما داریم میکشیم میگه باید اونو بخورید. خداوند فرمود که ولا ان اطاعت منکم لمشرکون، مشرکین مجادله میکنن با شما در این قضیه، اگه شما در این قضیه از اونها پیروی کنید اینو بخورید مشرکید شما. پس اسلام میاد این دیدو به عنوان اینکه شما بنده خدا هستید، با نام خدا دارید این کار انجام میدید، ذبحش میکنید. چون ما همیشه در بحث قربانی تقرب بوده، مثلا تقرب برای بت بوده، موقعی که مثلا با قمار چیزی میباختن قربانیای میکردن، یا بر روی انصاب در به عنوان جای قرار دادن در کنار کعبه که بر اساس برای خدایانشون ذبح میکردن، خدا فرمود که اینو انجام ندید. هر چیزی که پس در قربانی میاد برای عبادت غیر خدا، خدا را شریک قرار میده، دیگه درست نیست. پیامبر باشه، امام باشه، فرشته باشه، هر کی باشه، این دیدی است که قرآن داره به طور کلی در این قضیه و خیلی هم به تفصیل. شاید علتش این باشه که خیلی مرز باریکه تو این قضیه، نه؟ این عادت قربانی کردن، نمیدونم این نظر شخصی منه، نمیدونم این درست هست یا نه، چون عادت قربانی کردن یکی از عادت‌های فطری انسان هست. در ابتدای برنامه هم گفتیم بلد. از ادیان مختلف میاد. اگر که این نام خدا براش نباشه، اگر این تقرب به درگاه خداوند درش نباشه، احتمال این که ما بچرخیم به سمت دیگه درش وجود داره و به همین خاطر باید دقت کنیم. قرآن هم به تفصیل در سوره انعام
خیلی در این قضیه صحبت کرده که مشرکین چه عادتایی داشتن. اگه وقتش ان شاءالله که صحبت خواهیم کرد که از آیه تقریبا 140 هست که وجعلوا لله نصيبا من الحرث مما ذر من الحرث والانعام وجعلوا لله مما ذر من الحرث والانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعم وهذا لشركائنا. از اینجا شروع میشه در این اعتقاداتشون، بعد در مورد حیواناتی که وقفش میکردن برای خدایانشون، چه چیزایی فقط خودشون مشخص میکنن مردا بخورن، چه چیزایی زنها بخورن، چه چیزایی با هم دیگه شریک هستن، تا میاد اون چیزهایی که بحث شتر میاد، بحث گاو میاد، گوسفند و بز میاد که نر و ماده هاشون حرام کردن. همه اینها به تفصیل خداوند در این مورد صحبت میکنه. یکی از مسائلی که پشت این قضیه قربانی است و خیلی دوچار چیز شده و خیلی تو این ایامی که قربانی قرار بدیم اینه که ما خیلی ها میپرسن که ما هم میتونیم، حالا قربانی فقط برای حجاج هست یا کسانی که در حج نیستند هم میتونن قربانی بکنن؟ شرایط خاصی داره یا؟ بله، نیا کنید، برای کسانی که در حج هستن چیزی دیگری است، برای کسانی که در غیر حج هستن چیزی دیگری است. یعنی میتونه اتفاق بیفته اما بله، تفاوت داره. بله، در حج به نام حد نام برده شده. یعنی هدیه دادن به خانه خداست. یعنی این هدی یک نوع شعائر الهی است. والهدیه والقلائد، یعنی اینایی که مخصوص خانه خداست. و اضحیه مخصوص کسانی است که خارج از حج هستند و برای افرادی هستند که در سرزمین مکه نیستند. اضحیه یعنی اینی که انسان قربانی میکنه تقرب الی الله و همون عبادتی سنت ابراهیمی رو زنده میکنند. و سنت اینه که هر انسان میتونه از جانب خودش و خانوادهش یک قربانی رو بکنه. حالا مثلا سرپرست خانواده نیت قربانی میکنه برای خودش و خانوادهش، یک قربانی کافی است. حالا اگر توانایی بیشتری داره و میخواد بیشتر بده، در اون اشکالی نیست، ولی هر خانواده سنت اینه که یک قربانی بده برای خودش و خانوادهش. و بعضی مواقع میشه که حالا شخص میخواد برای پدر و مادرش که در حیات نیستند به عنوان به حساب خوبی و نیکی به پدر و مادر این قربانی رو انجام بدن، اشکالی در اون نیست. میشه که برای پدر و مادرم قربانی کرد و ثوابش به اونها برسه، اشکالی در اون نیست. بعد شرایط خاصی داره، من شنیدم میگن که نباید، حالا نمیدونم رأی فقهی بله. دقیق چیه اون رو میفرمایید؟ حالا کسی که نیت داره که قربانی بکنه، در حدیث اومده که از هلال ذی‌الحجه که دیده شد، این از ابتدای ماه، از ابتدای ماه ذی‌الحجه اولین روز برنامه بله. در هوای حرم بله. بله. دیگه سنت اینه که نه ناخونش، نه موی بدنش، نه چیزی از بدنش نگیره و خودش رو همسو بکنه با کسانی که در حج هستن و مثل اونها از کوتاه کردن مو و ناخونشون اینها خودداری بکنه و جلوگیری بکنه تا اینکه قربانیشو انجام بده، بعد دیگه میتونه ناخن یا ماه خودش رو کوتاه بکنه. بعد فقط اون کسی که میخواد قربانی بکنه یا کل خانواده؟ نه، فقط کسی که فرمودید از طرف خانواده، فقط سرپرست خانواده. خیلی متشکرم. یکی از مسائلی که معمولاً تو ایام حج و تو ایام قربانی خیلی در موردش باز در خصوصا امروزه که دیگه این موبایل هم هست و شبکه‌های اجتماعی مختلف، انتقاد به اینه که آو گوسفندا دارن از بین میرن، آو چقدر گوسفند داره کشته میشه در این دوران، نمیدونم این مسلمونا چرا چقدر ظالم هستند، نمیدونم حقوق حیوانات رو رعایت نمیکنند. در این مورد چی میگید؟ آیا واقعا اینجوری هست؟ چون خیلی قربانی میشه دیگه در این بله. نه کنید، ما قبل از هر چیز بحث اینه که اگه بخوایم از این دید نگاه کنیم که بحث خشونت هست، خب بالاخره شما دارید از این کسی هست در جهان که از گوشت گاو و گوسفند و باقی استفاده نکنه از حیوانات دیگه؟ نه، بالاخره کسانی هستن که نمیخورن، خب ولی کم هستن، ولی بالاخره مجموعی بشر، ولی بر مجموع حیوانات استفاده میکنه. حالا یکی میاد برای در بحث قربانی کردن گله داره اعتراض داره، یک مرد میگه با برق اونها را میکشیم، در حالی که خب ضررش بیشتر هست تا
چیزی که با قربانی میشه خون ریخته میشه. یه جایگزین میکنن، میگن با برق کشته بهتره اونایی که. آره آره. بس شو میگه خوریزی نشه. میگه فقط این درش خشونت هست. اما خودشون وقتی نگاه میکنیم با چکش ها میزنن یا مرغ را در آب خفه میکنن، بعد شوک برقیشون میدن گوسفند. خیلی وحشتناک هست. زجرآورتر این که برای حیوانات هم و ضررهایی هم که داره. چرا خداوند میته را حرام کرد؟ خودون ضرری برای ما داره. خودش مرده، خون در درش مرده. خون مرکز چیز انواعی فساد هست. چرا وقتی میخواد بیماری تشخیص داده بشه خونشو میگیرن؟ بله. چون در خون هست دیگه. خداوند خون هم را خوردنش حرام کرده. چه برسه به گوسفند وقتی که دیگه بدون ذبح بمیره، خونش هم در داخلش بمونه، این ضررهای زیادی داره. از این در حقیقت میگیم که بس خداوند پس سربریدن اشکال نداره. حالا اینجور که میفرمایید یعنی اصلا به نفع حیوان هست. بله به بله. نفع کسی که مصرف میکنه گوشت. حتی مسئله وقتی که سر رو میبرن از نظر شرعی نباید سر کاملا قطع بشه. چرا؟ چون هنوز وقتی که ارتباط هست مخ حیوان بله به وسیله اون چاره کس هست موندن از پشت گردنش با قلب اشاره میده، میگه که خون بفرست. آها. خب این قلبم خون رو پمپاژ میکنه، خب بیرون میندازه. یعنی عملا یک پالایش میشه این گوشت برای مصرف کسی که برای مصرف بکنه. ولی وقتی که حتی گردن کامل زده بشود اون دیگه نمیمونه، خیلی از خونا داخل میمونه و ضررهای برای خود انسان خواهد داشت. ولی بحث جالبی که دیگه که در حقوق حیوانات حالا چی میگید بهش؟ حالا این دیگه متاسفانه خب این دیدی که علمی و منطقی نیست میان این گونه مطرحش میکنند. وگرنه انسان وقتی نگاه میکنه خب چرا مرغ شما باید خفش کنید تو آب اول؟ بعد شوکش میدین؟ نه میگن اصلا این ذبح انجام نشه. خب ذبح انجام نمیشه، میان اول نه 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 اصلا این اتفاق برای حیوانی نیفته، قربانی بود. خب چیکارش کنن؟ نه همه دارن میخورن. الان مکدونالدز چیکار کجا چقدر از تو دنیا کلا شعبه داره. استفاده اصلا این سنت قربانی اگر اتفاق بیفته و واقعا به فقرا بریسه چقدر تاثیر داره توی روند در واقع زندگی مستمندانی که ازش بهره میبرن؟ الان سعودی پروژه داره که گوشت قربانی که میشه در خود در این ایام بله. چون شما 1 میلیون خورده حاجی دارید، 2 میلیون حاجی دارید، بیشتر 3 میلیون فکر کنم. خب این الان کسان... 1.7 میلیون رسیدن بله. تو خبر. حالا کسایی که از داخل هم میرند بله حداقل 3 میلیون نمیشه بله. خب اینها همه قربانی میشه. من میگم حالا هر نفر 100,000 نفر قربانی نکردن، گفتن ما نمیتونیم وضعیت مالی نداریم، میخوام روزه بگیریم جاش. بله. خب یه 2 میلیون 500 مونده، 2 میلیون رأس گوسفند، اینا تکلیفشون چیه؟ چه اتفاق همه اینا الان دارن بسته‌بندیشون میکنن، تو مسلخ دارن دیگه. بله. کشتارگاه دارن، کشتارگاه صنعتی دارن، اینا رو بسته‌بندی میفرستن کشورهای دیگه، برای جایی که نیازمند هستن میفرستن اونجا. الان فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر، از اون بخورید خودتون و به کسی که فقیر هست نیازمند است دیگه، تو زندگیش مشخص چقدر بدبخته. حالا مثلا نمیشه الان خودت بری بخوری، چون دیگه شما خود کشتارگاه میاد ذبح میکنه دیگه، شما بخواید بتونید از اون بگیرید خب مشکله. خیلی از کشورهای آفریقایی احتمالاً میره دیگه، درسته؟ بله بله بله. خب الان شما این در خودش استفاده است دیگه، نمیشه. یعنی من فکر میکنم این اگر که مستند خوبی در این مورد ساخته بشه و این اطلاع رسانی بشه، دهن خیلی از اینایی که در واقع بله. به بهانه حقوق حیوانات سعی میکنن جلو این شاعر رو بگیرن بسته میشه، چون اگر که بهره ای که از این اتفاق میفته هم بهره معنوی داره هم بهره مادی در انسانی و مادی در واقع. حتی این الان در مورد حج هست، شما الان دیگه نگاه کنید، بار دیگه الحمدلله در جامعه سنت قربانی بار دیگه جا افتاده. خیلی وقت مردم مثلا نمیدونستن قربانی چیه. من یادم اولین کسی که شروع کرد در منطقه مرحوم شیخ شهید بود، شیخ زیایی. بله. خیلی مردم هم همیشه اعتراض میکنن، گله میکردن که خب چرا قربانی، چرا شطور قربانی میکنی، پولش بده به فقرا. اما زنده کردن یک سنت، الان دیگه ماشاءالله الحمدلله خیلی مردم همیشه قربانی دارن، میفرستن به مناطق محروم. الان در خود مناطق ایران چقدر مناطق محروم هست، مردم همه میفرستن به کشورهای دیگه، میفرستن به اندونزی، به مال، به هند، سومالی، به کشورهای آفریقایی، همه جا میفرستن. الان از کشورهای مختلف میفرستن به کشورهای اسلامی، هر کی نماینده داره، دوست داره، آشنا داره، میاد قربانی. ما در خود ایران خودمون شهرهایی داریم توی بلوچستان، توی
اطراف بندر عباس تو کردستان که امکان داره در سال گوش نبینن. بهترین موقع الان برای این هاست، این زمانی که مردم دارن این سنت رو زنده کردن و قربانی میکنن و واقعا اون هدفی که اسلام مد نظرش بوده اون برادران محروم ما از اون استفاده میکنن. اگه سازماندهی بشه و خوب استفاده بشه بهره زیاد داره. یه نشید میبینیم، یه جو و عوض کنیم، بعد برمیگردیم به ادامه برنامه اگر که اتاق فرمان هم خب یه مستند دیگه آماده کردن زارن، خدمات داره کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی قسمت دوم. قسمت اولش رو دیروز پخش کردیم، میبینیم با هم دیگه. خدمات اداره کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. اما در مورد قبله مسلمانان به هر جزئی از اجزای آن توجه ویژه‌ای کرده می شود. این رسیدگی و توجه از پرده کعبه آغاز می گردد که هر سال از سوی خادم حرمین شریفین اهدا می شود. این پرده بر اساس جدیدترین و بهترین استانداردها و با مرغوبترین پارچه ها ساخته می شود. رسیدگی به کعبه مشرفه با معطر کردن حجرالاسود و رکن یمانی و ملتزم پیش از هر نماز ادامه پیدا می کند. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك الله. آب زمزم برای حاجتی است که به خاطرش نوشیده شوی، و از آنجایی که این آب یک نوشیدنی پاک و زلال است که خداوند آن را به این سرزمین مبارک عطا نموده، ریاست کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی همه امکانات و فناوری‌هایی که در اختیار دارد را برای بهره برداری و استفاده بهینه از این نعمت خداوندی اختصاص داده است، تا اینکه در اختیار همه زائران مسجد الحرام و مسجد رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم قرار گیرد. ریاست کل امور مسجد الحرام و مسجد نبوی به مصحف شریف اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و آن را در حرمین شریفین به چندین زبان مختلف در اختیار همگان قرار داده است. همچنین مصحف‌هایی با زبان بریل برای استفاده نابینایان نیز از سوی این اداره چاپ می‌شود. أتيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي بخير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي أرأيت سناه الغامر ومنابعه ورأيت أمناء البيت الطاهر عشاق وطهر بيتي من يخدم حرم هداه سلمت لله يداه إني ألتمس دعاه وأنا سند لخطاه من يخدم حرم هداه هو مكرم بيت الله هو عون خليل الله في شرف وطهر بيتي يا روح هنا صليتي وإلى الرحمات أتيتي في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيتي أرأيت سناه الغامر ومنابعه ورأيت أمناء البيت الطاهر عشاق وطهر بيتي هم جند الطهر ومعهم تشريفات ترفعهم جددت كياني معهم والدعوات تطالعهم بثوابي وطهر بيتي يا من يتقلد نسكا ويجوب النور ومسكا كن دري الخطوات كثر طورك في مكة من أجل وطهر بيتي يا روح هنا صليتي
الحمات أتيت في خير بقاع الأرض في قلب النور مشيت. من يخدم حرم هداه سلمت لله يداه إني ألتمس دعاه وأنا سند لخطاه. من يخدم حرم هداه. بله، نشید بسیار زیبایی بود، خیلی هم هماهنگ بود با این. متشکرم از ساخت فرما که لطف کردن این دو کلیپ رو با هم پخش کردن. چقدر ببینید آمارایی که می نوشت در مورد خدماتی که می رسونن توی این، و چقدر سخت سرویس دهی به این همه امکاناتی که اونجا هست، این همه جمعیتی که اونجا حاضرن. و بعد من خودم به عینه تجربه اینه که وقتی شما میرید اصلا هیچ کثیفی اونجا نمیبینید، هیچ کمبود آبی نمیبینید، هیچ مشکلی از این جهت اتفاق نمیفته. یه برنامه‌ریزی دقیقی میخواد، یک نظم خیلی عجیب غریبیه که متاسفانه ما توی خیلی جاهای معمولی هم نمیبینیم، چه برسه به این که مثلا 3 میلیون آدم اونجا میرن. بله، حقیقتش اینجا حرمین شریفین، یعنی مکه و مدینه، حقیقتش خودش یک سازماندهی یک کشور رو میطلبه. وقتی ما نگاه میکنیم حقیقتش این خدمت رسانی و خدماتی که به حجاج میشه حتی در کشور هم ما نمیبینیم این گونه که این گونه خدمات رسانی باشه به ملت و به مردم. به قول شما هیچ نوع کمبودی حالا ما احساس نمیکنیم و نمیبینیم. به یک باره مثلا 4 میلیون حاجی به یک باره هجوم بیارن به یک جا، به یک شهر، کسی گرسنه نمیمونه اونجا، کسی نه گرسنه نه، اصلا لطف الهی است. و همین آب زمزمی که شما میبینید، نگاه کنید یک چاه زمزم روزانه 4 میلیون حاجی مینوشه بدون اینکه یک قطره کم بشه. شما میفرمایید روزانه، الان چند قرنه که این چاه هست. نه درسته، ولی روزانه میگیم، روزانه روزانه این همه کجاجن، این همه نوشیده میشه و این همه برده میشه به این برون بر. چقدر به حرم نبوی برده میشه در طول سالهای سال، سالیان سال. حالا هر چاهی شما میبینید آخر نیاز به یک تعمیراتی داره، ولی در حقیقت اون کسی که مسئول چاه زمزم میگه ما برای اینکه بفهمیم منبع آب زمزم کجاست، میگه غواصان رفتن داخل چاه زمزم ولی بی نتیجه بوده. بی نتیجه بوده، میگه اصلا هرچی پمپاژ آب قوی تر میشد آب بیشتر فوران میکرد اصلا از قدرت الهی. نگاه کنید این ماء زمزم رسول خدا صلی الله علیه و آله میفرماید طعام و طعمن و شفاء و سقم، یعنی هم جایگزین غذا میشه و هم شفای بیماری و مریضی میده. در روایت دیگری ما داریم که ماء زمزم لما شرب له، یعنی شما آب زمزم به هر نیتی بنوشید خداوند نیت تو برآورده میکنه. بله استاد حسینی، من فکر کنم برای مردم و حکومت عربستان همین بس که خدمتگزاری میکنن به حجاج. نگاه کن حتی از زمان جاهلیت قبل از اسلام از افتخارات قریش این بوده که السقایه، الرفاده، مسئله آب دادن به حجاج و پذیرایی از حجاج، این بسیار اصلا جنگ و درگیری بود در بین این فرزندان برادران که کی بیاد اینو به عهده بگیره. بزرگترین مقام و منزلت هست. حالا شما وقتی که نگاه میکنید حتی حکام سعودی اعلام میکنن که با افتخار ما داریم به حجاج خدمت کنیم. شرفی است، افتخاری است برای کسانی که بتونن در خدمت حجاج بیت الله الحرام باشه. خودشون خادم الحرمین میشن. بدین خاطر گفتن خادم الحرمین شریفین. یعنی واقعا انسان توفیق میخواد که در خدمت کعبه باشه، در مسجد نبی باشه. بعضی وقتا انسان اونها رو میبنه، حتی اون کارگری کجا هست انسان غبطه میخوره. واقعا چه سعادتی داره. حتی نمازی که در اونجا میخونه برابر 100 هزار نماز است که ما جای دیگه میخونیم. یه کارگر عادی است امکان داره. خیلی اصلا واقعا آرزو دارن که بره همونجا کار کنه، کارگری باشه. همین کارگرایی که هستن اونجا. و بله، و تمام این تلاش ها برای اینی که
نام خداوند زنده نگه داشته بشه، الله تشرک بی شیء، بله، و این لبیک اللهم لبیک گفته بشه و این لبیک اللهم لبیک زنده بمانه در دنیا در این کنگره. اما متاسفانه ببینیم چه اتفاقات دیگه میفته در این. دیدید متاسفانه نمیدونم توی کنار خانه خدا جایی که سالها حضرت ابراهیم اونگونه در واقع توحید رو زنده کرد، با این کعبه نشان داد که سمبولی شاعری از الله در آنجا قرار بده، ادیان مختلف این کارو کردند، با اینکه در دوران چیز مملو از بت میشه بعد از دورانی که میگذره و این شرکیات وارد خانه خدا میشه، اما رسول الله علیه السلام به همراه اصحابشون و به همراه همان کسی که الان لبیک یا علی لبیک حسین میگن، به همراه همین عزیزان همین آل بیت میان و این اونجا رو پاک میکنند از شرک و بت پرستی، برای اینکه لبیک اللهم لبیک رو، برای اینکه توحید رو نگه بدارن، متاسفانه با لذت تمام تلاش برای این دارن. نمیدونم چه پشت این قضیه است، چه عقیده‌ای ممکنه پشت این باشه که جایگزین الله رو یک کسی دیگه قرار بدن. همون متاسفانه حتی به تاریخ نگاه میکنیم، وقتی که مشرکین لبیک میگفتن، میگفتن که لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک و ما ملک، حتی نمیگو لبیک اللهم لبیک، نمیگفتن لبیک یا هبل، لبیک یا عزا، لبیک یا منات، هیچ کدوم از اینها نبود. چیه پشتش؟ تعصب؟ متاسفانه این باید بگیم که آخوندها سبب این انحراف و گمراهی مردم شدن. آدم وقتی میبینه مردم شیعه ایمان دارند، با چی؟ خب محبتی هم میان، محبت، آره. محبت آل بیت با جایگزینیش با شرک و در واقع رفتن به حج برای که اونجا بگی لبیک یا حسین، اینها با این یاد دادن، اونها با این قضیه و مطرح کردن این گونه مسائل همیشه هم سعی میکنن و دائما هم به حجاج میگن که با وهابی ها نشینید، با فلانی ها نشینید، تو مسجد الحرام با اونایی که دارن میگردن صحبت نکنید. من حتی دکتر موسوی خدا حفظشون کنه وقتی بحث هدایتش میکرد میگفت که ما رفتیم عمره، اصلا گفتن که ما رو نهی میکردن از اینکه مبادا با سعودی ها بشینید، مبادا با وهابی ها بشینید، این گونه ترسش در منشون میکنه، اجازه نمیدن که به حساب با دیگران یک برخورد داشته باشن که باعث بشه که یک عقلشون تبادل آرا بشه، ببینن آره فکرشون رو به کار بندازن،
کمی شاید از تعصبشون در مقابل میان این چیز هم بهشون تلقی میکنم، بگید لبیک یا حسین. حالا شما در جایی هستید که لبیک اللهم لبیک، جایی که خدا فرموده که ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدى للعالمین، مرکز هدایت جهانیان هست. شما میایید برای خدا در اونجا شریک قرار میدید، خدا را کنار میدید، میگید لبیک یا حسین. برای چی لبیک یا حسین؟ آقا زمانی که میخواستید لبیک حسین بگید، چرا در کوفه بهش خیانت کردید، اونو به شهادت رسوندید، حالا بگید لبیک یا حسین میخواد چیکار کنه؟ حالا اون تاریخه، من تاریخ ندارم، ولی به هر حال من میگم من خودم دوستان شیعه دارم، اصلا اینجوری نیست. یعنی من نمیدونم چطور این تبلیغه آخه اصلا کاملا شما مثلا سالهای قبل از انقلاب، قبل از نمیدونم، اصلا شما میدیدید یه همچون حرکتهایی، یه چیز جدید داره اتفاق میفته. یعنی حتی تشیع رو دارن تغییر میدن. به نظر من دو فکر متفاوت در اینجاست، که یکی اینه که وقتی که حجاج به اونجا میگه ما براءت از مشرکین، ولی در اصل در ظاهر در عمل شرکالود انجام میدن. خب براءت از مشرکین چی؟ یعنی که انسان خودش رو از تمام اعمال شرک به دور بسازد. حالا ما بیایم بگیم لبیک یا حسین، آیا حضرت حسین گویی گفته که شما بگید لبیک یا حسین؟ حضرت علی گفته لبیک یا علی. زمانی که رسول خدا حضرت علی رو فرستاد به یمن، دستور داد که ای حضرت علی برو یمن یا در جای دیگر، هر جا قبری دیدی که بالاست یا گنبدی روش هست اون رو با زمین صاف کن، یکسان کن. شما اگر تابع حضرت علی هستید، دوستار حضرت علی هستید، که حضرت علی نه، اصلا من تصورم اینه که این کار یه حرکت سیاسیه، یه حرکت بله. دینی هم نیست. حالا اگه از فرمایید تلفنی زارم اینه سلیقه ایست استاد. بله، اینا بعضی ها خودشون برای اینکه یک مخالفتی بکنن با یک گروهی، این بلا رو سر ملت بیچاره در میاره، ملتی که این همه زحمت میکشه، این همه گرفتاری میکشه که به حج بره، حج خوبی رو انجام بده، ولی متاسفانه حج نادرستی انجام میده و برمیگرده به کشورش. خیلی متشکرم. آقای حمید زارم پشت خط هستن، عرض سلام دارم خدمت. سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستم. علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. استاد محمودی بزرگوار و اساتید حاضر در استودیو. استاد محمودی شما دیگه میدونید بنده میخوام که عرض کنم خدمتتون. من اینو بهتون قول میدم، من گرفتم واتساپ، این در مورد روایته میخواید بفرمایید، من اینو باید بدم اسنادی که شما فرستادید رو بدم، چون در مورد این روایت که شما چند شب پیش ارائه کردید، آقای سجودی درگیر شدن در مورد جوابش، شما مستقیما به آقای سجودی در واقع مورد خطابتون بود و استاد زرابی هم پاسخ دادن. من اگه اجازه بفرمایید این اسناد رو میدم به، چون به هر حال شما ارائه کردید، میدم به هر دو اساتید و قول بهتون میدم فردا شب پاسختون رو بدید. فردا شب پاسخ ببخشید که امشب نمیتونم. آره چون باید اسناد رو ببینن، به هر حال شما ارائه کردید و در موردش حتما فردا شب اگه خدا بخواد صحبت خواهیم کرد. اگرم نشود میندازیمش برای برنامه آقای سجودی که در برنامه آقای سجودی مفصلا در مورد این موضوع صحبت بکنم. متشکرم از پیگیریتون و اعتمادتون و امیدوارم که پاسختون رو بگیرید. ولی قطعاً حالا چون در مورد لبیک یا حسین امروز صحبت شد، این تلبیه‌ای که شما در واقع حضرت معاویه رو میگید نمیگفت، لبیک یا حسین هم هیچ کدوم از آل بیت نمیگفتن دیگه قطعاً، درسته؟ میگم شما همون لبیک تلبیه معمولی رو قبول کنید. آره لبیک نه، الان دیدید دیگه آقای حمید، نظر شما در مورد نظر خودتون، نظر شخصیتون با علمی که دارید و با مطالعاتی که دارید و اسناد رو میکنید و بحث میکنید، نظرتون در مورد لبیک یا حسین گفتن در حج چیست؟ در حجش من نمیدونم، ولی در نه بدونید دیگه حسین گفتن، من فکر نمیکنم نه لبیک یا حسین رو شما درست میدونید در سرزمین وحی، جایی که کنار خانه خداست، همه رفتن اونجا لبیک اللهم لبیک میگن. سالها حضرت علی، حضرت حسین، اصحاب آل بیت جنگیدند، تلاش کردند برای اینکه اسم الله رو زنده کنند اونجا، بعد الان مطامع سیاسی باعث میشه که لبیک یا حسین در مرکز وحی بگن؟ نظر شما چیه در این مورد؟
والا استاد بزرگوار، شما ما رو میبرید به یک سمتی که خودتون میخواید. من اول خواستم من سمتی نمیبرم. شما اینقدر اراده ندارید که رأی خودتون رو بگید؟ رأی شخصی خودتون میخوام. خب متشکرم، ممنونم من بهتون ممنونم از مشارکتتون، ممنونم از اعتمادتون. این رو هم من قطعا بهتون قول میدم، این اسناد رو میدم به اساتید در اولین فرصتی که ممکن شد، حالا اگر فردا شب نشد پس فردا شب، در حال تو این برنامه یا برنامه آقای سجودی، به این لطفی که شما کردید، این تلاشی که کردید، حتما پاسخ خواهیم داد. ممنونم از شما. خدا آقای حسینی از ایران، عرض سلام دارم خدمتتون. آخرین تماسمون دارم. سلام علیکم، خط بنوبت. سلامت باشید. علیکم شما خوبم. علیکم السلام، سلامت باشید. گفتم ببین روز عرفه کیه، من بتونم کی روزه بگیرم. روز عرفه کیه؟ چشم، اینو حتما میپرسم، پاسختون رو خواهیم داد. خیلی ممنونم ازتون. میتونم بگم روز پنجشنبه است دوست عزیزم. استاد پنجشنبه بله. پنجشنبه. خیلی ممنون، خیلی ممنون. حبیبت دست شما در نکنه، موفق باشی. الله یار و یاوره. ممنونتون. خدا یار. جمیعاً انشاءالله. خب یه چند تا سوال چیزم هست، واتساپی زحمت کشیدن دوستان فرستادن، اونا رو میپرسیم اگه اشکال نداره، و چون دیگه وقتی به پایانم نمونده امیدوارم که فرصتی بشه باز گفتگویی در این مورد داشته باشیم. عرضم حضورتون که دوستی نوشتند در یک سفر میتوان دو یا سه یا چند بار عمره انجام داد؟ چطوری اگه ممکن هست بفرمایید. حالا این رسم شده که حاجینی که به اونجا میرن، خلاصه بعضی که عمره انجام میدن، هی روزانه ممکنه روزانه میرن عمره میکنن. چی کار میکنن برای که روزانه بتونن؟ بله، میرن مسجد به حساب عایشه یا تنعیم، از اونجا دوباره احرام میبندن. یعنی میرن توی میقات یه ورود دوباره میرن. بله، دوباره نیت به عمره میکنن و میرن دوباره خارج از حرم دوباره عمره انجام میدن. ولی خب بیشتر علما میگن که چنین امری یعنی از نظر شرعی یعنی صورت نگرفته که در زمان رسول خدا اینطوری شده باشه که هی مثلا حاجیان برن تنعیم دوباره احرام ببندن عمره بکنن. هم باعث اذیت آزار دیگران میشه، همین که دوباره شلوغ میشه با این زحمتی که امروز هست، 4-5 میلیون یا 4 میلیون حاجی رو بخواد. میشه گفت که نمیدونم حسینی، میشه گفت چون مشکلات رفتن، یعنی به سختی مردم الان میرن حج، سالها منتظر میمونن تا اینکه نوبتشون بشه تو خیلی از کشورها، اصلا بعد حالا میان سعی میکنن که بهره لازم رو ببرن دیگه. اشکال شرعی داره همین که شما حالا بعضی از علما میگن که اشکال نداره، ولی خب منظور اینه که انسان باید مراعات حال دیگران هم بکنه. آه. و اصولا حج و عمره یک بار در عمر بر انسان واجبه. و اسلام نگفته که تو مثلا وقتی رفتی به حج یا به عمره هی برگرد، هی بر عمره کنه بیا، هی بر عمره کنه بیا. در حقیقت کار میشه. چیزی نیست، کار عبثیه شاید میشه گفت، ولی ولی عبادت دیگه میشه کار انجام. نمیشه گفت. نه، منظور از عبث منظورم که اگه نکنی اشکال نداره دیگه. خود داری وقت خودت میگیری. ما دو چیز داریم، یه چیزی که مسلم هست، خدا به ما امر کرده که طواف کنیم للطائفین، و اصلا از بهترین عبادت در اینجا طواف است. این چیز مسلمی است و اجر و پاداشش هم داره. اما تکرار عمره ما در موردش چیزی نداریم، نه از فعل رسول الله، نه از فعل اصحاب. حالا کسی انجام بده ما نمیگیم که آقا درست نیست، ولی شما الان در بین دو کار هستید، یک چیزی که مسلم هست خدا تأکید کرده للطائفین، یه چیزی که شما انجام میدید بهترش حالا خلاف هست، یه کار اضافه ای که حالا اگه بله. انجام بدید هم اشکال نداره، ولی بهترین عبادت اینه که شما طواف کنید وقتی میتونید. اگه وقت هست باید واقعا هم رفتن الان به خصوص کسی بخواد تکرار عمره کنه خیلی سخته. خیلی سخته. خیلی سخت. خب خیلی متشکرم. یکی از دوستان پرسیدن که بعضیا هنگام طواف کعبه یه چیزای خوراکی همراه خودشون حمل میکنن برای تبرک، حکمش نظرتون؟ این دیگه اولین بار داره من میشم امکان داره میخواد خسته بشه یه چیزی بخوره، ولی خب این که به عنوان تبرک در اینجا مثل همین دست کشیدن باری متاسفانه به یا پارچه میکشه یا دست میکشه یا صورتش میکشه به دیوار کعبه. یا دوستی هم تذکر دادن چون وقتم کم است، من با سری میخونم. نوشتن که تشکر کردن از عوامل پشت صحنه و از حضار در استودیو، از استاد حسینی تقاضا دارن، تقاضا کردن برنامه عقیدتی بیشتری بگذارید. این دوست عزیزمون پرسیدن، بعد پرسیدن در ایران بعضیا هم حاجی هستند اما قربانی نمی کنند از حجاج، اما در مشهد شرک تاجرآباد اهل سنت هستند همه قربانی دارند.
با اینکه حاج حج نمیرن، این تفاوت چرا ایجاد شده و روی در واقع سوالشون این هست؟ من جواب بدم؟ بله بفرمایید. امکان داره سوارم. بله امکان داره این حاجی توانای مالی نداشته باشه در اونجا، در این صورت 10 روز بعد روزه بگیره یا حج افراد میره یا حج افراد رفته. ولی واقعا اگه کسی توانایی داشته باشه بهترین عبادت اینه، اصلا خود قربانی کردن اصل اینه. اصل چه برای حاجیان چه برای حضار، برای کسی که حج تمتع داره اصل اینه که قربانی کنه. اگه نتونست قربانی کنه، توانایی مالی نداره، در این صورت میاد روزه میگیره. خیلی خیلی متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه استاد هاشمی حسینی. از شما بینندگان عزیزم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. باز من این یادآوری رو میکنم که در ایام مبارکی هستیم، سعی کنید از این فرصت استفاده کنید، اگر در توانتون از روزه بگیرید، در وقتهای بیکاریتون، در هر جای کار دارید میکنید، ذکر و یاد الله رو بر زبان به جاری بکنید. این فرصت خوب، این ده روز بهترین ده روز دنیاست، یعنی بهترین ده روز ساله. به همین خاطر از دستش ندید، هر کاری که میتونید، قرآن خوندن، ذکر گفتن، سله رحم، اون به دیدار پدر مادر رفتن، خدمتگذاری به اونها، کمک کردن تو خونه، هر کاری که فکر میکنید با نیت قلبی قربتن الله انجام بدید، حتی خدمتگذاری به خانوادتون عبادت هست، ازش کم نذارید تو این ایام. ما رو هم دعا کنید. متشکرم، خدا یار نگهدارتون. لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق.